ګران دوستانو سلامونه او احترامونه راغلاست سپینو خبرو پروګرام ته دوستان عزیز ارزی سلام او احترام خدمت فرد فرد باز هم خدمت شما قرار داریم. امروز پنجشنبه پنجم ماه اپریل 2018 است. دوستان عزیز بسم الله الرحمن الرحیم، بالای اخبار اخیر افغانستان البته صحبت خواهد شد. چند خبر مهم داریم. البته میدانین دوستان عزیز که بالای یک مدرسه یا محفل تجلیل فراغت حفاظ در ولایت کندوز حمله بیرحمانی حکومت کابل یا دست نشانده ناتو صورت گرفت، عملات هلیکوپتر و بمباردمان گردید. تجمع در حدود نمیدانم بیش از 200 نفر جان باختن و تعداد بیشمار زخم برداشتن و یک ولایت آزادار ساخت، یک کشور آزادار ساخت و ملت آزادار ساخت. و کسایی که یقینا برای افغانستان می اندیشن، نه منطقوی، نه با فکر هزاره و تاجیک و این است، اما ملول و غمگین شدن. و یک حقیقت هم هست دوستان عزیز که در افغانستان شعله جنگ همچنان به حساب بیداد میکنه و مردم در میته. چی بالای همی مدرسه و دیگر محلات افغانستان عملات بیشماری صورت میگیره توسط ناتو. جنگ ایالات متحده امریکا علیه طالبان تحت عنوان سرکوبی حراس افغانان، طالبان و دایشیان و نمیدانم اینوان بهانه ها صورت گرفته و جنگ دوام داره و شاید خسارات فوق العاده و ساله طولانی را در بر داشته باشه. و بالاخره مشکل هم همی است دوستان عزیز که در کشور کسی نیست که بازخواست کنه و کسی نیست که از مردم افغانستان دفاع بداره و صدای مردم بلند داره. به هر حال با وس و توان و وسیله نشراتی که در دست ما قرار داره و ما و شما، چون تلویزیون تلویزیون مردم افغانستان است، از این طریق بیاین که صدای مردم شویم، حلقوم مردم شویم، افکار مردم افغانستان گردیم و برای ملت بدبخت و بیچاره و زیر سلطه و اسیر و غلام و البته کوبیده شده افغانستان پیهم توسط 49 کشور جهان با توطئه های عجیب و اخفال عجیب ولی خطاب حقایق روشن نگه داریم و مردم افغانستان حداقل آگاه بداریم و اخباری که طوری که به وقوع پیونده مسائل رویدادها او را حقانی بیان بداریم. در این سطح در امی حدود دوستان عزیز ما همو مسئولیت خود میتانیم ایفا بداریم. فراتر از اون ما قوای جنگی هم نیستیم، ما پولدار هم نیستیم و اگر هم بودیم با همین ماشین جنگی غول پیکر ناتو در افغانستان خصوصا ایالات متحده امریکا هم سری کرده نمیتوانیم. و بالاخره به حال ما زار است. به این ترتیب یعنی در از هوا یک هلیکوپتر میوسه یک محل بمباردمان میداره و وزارت دفاع و یک آقای ایراتی ما گفته، بعضی ما یک برادر ایراتی تلفن کرد گفتی را گوساله ایرات بگوین. در ایرات میگم این گوساله هایی که پیروی از اینا هستن برای خورش علف و کاه به ناتو پیوستن، یکی از اونا میره فکر کنه. و ما از عظیم جان خواهش میکنم که اونا بیشتر ایراتی ها را و دوستای ایرات هم میشناسن که امو فامیل عزیز را در قلباب کنه برش بگه که چی اگه اولاد خائن دروغگوی شما گهواریش شور دادی مادر جان امی پسرت حق. به هر حال اونا باز دروغین وزارت دفاع آقای رادمنش بلند میشه، اونا میگن که در این منطقه طالبا بودن و ما از عکسای طالبا را میاندازه یا فیلمی که قبل از او گرفته شده. خب در اون وقت موقعی که شما عکاسی کردین، در اون موقعی که فیلم برداری کردین، در اونجا طالبا بمباردمان میداشتین. در حالی که اینا میگن که این فیلم هایی را که برای در تلویزیون شما میبینید شاید از یک محل متفاوت یک جای دیگه را اینا فیلم برداری کردن در یک زمانی دیگری.
او را صرف بر استناد و اخفال و دروغ روی پرده های تلویزیون قرار میتن که جرایم خود و قتل و قتالی را که مرتکب میشن او را بپوشانند. به هر حال همینطور خبر به منوال است و همچنان یک کلیپ آقای مومند فرستادن و مرا گفتن که جایی که خبرهای دروغین طلوع را پخش میداری خب برادر نمیری یک ده دقیقه زیر پخش کو که ما ولا برادر باز زیر پولیش هم میتون از مومند پول گرفتن دیگه مثل که امو چارمغز کورک دیگه به انبور کنده بوری از او بکشی. مگر و برادر ما هستن خواهیشان هم میپذیریم چون مسئله ملت و وطن ماست. ده دقیقه اخیری از او را ما امو راپوری را که از مردم اهالی قندوز گرفته شده و صحبتی از اونا او را پخش میداریم. انشاءالله دوستان عزیزی دو موضوع با هم ارتباط داره و جالب هم هست و آیت حقیقتیابی و باز آقای شفقانی یک نفر فرستاده و امر تسلیت میگه و باز تسلیت که گفتن باز حقیقت روش میشه باز حقیقت که روش شد باز واو یک چک چک دیگه چیزی یعنی مجازات به قبال نداره یا همین آدمی که رفته بمباردمان کرده یا وزارت دفاع کسایی که راپور دروغین گرفتن همین از اینا رو باید کتق قلفی کنن و صاحب یعنی قاتل هستن باید بدار بزنن. اگر راستی یک حکومت بازخواستگر و مشت آهنین می بود این کار صورت می گرفت. یک مدرسه که وطن ما خو افغانستان خو ملک مسجد و مدرسه و جهاد افغانستان علیه شوروی با زور ایمان مردم با همین کلمه الله اکبر قرآن عظیم و شان اینا کمایی شده. شما این اغماز نکنین دوستان عزیز. یکان بار یکی میگه که باز از دین استفاده. بله یک چند تا خائن دین با نام دین با تحت عنوان کلمه و شعار مثل که حکومت افغانستان حکومت جمهوریت اسلامی افغانستان عنوان شده دروغین و خوب قصور اسلام نیست که کی لباس اسلامی می پوشه و کی ریش اسلامی داره و کی برادر لباس طولانی یونیفرم اسلام را بتن می کنه و صاحب ریش خلال می کنه و خود صاحب اسلام نیست. محاسن پیغمبر کاپی می دارن سنت پیغمبر مگر 99% سنت و حدیث پیغمبر اغماز می دارن یکسر قرآن اغماز می دارن و قصور دین نیست. ایمان مسلمانان متبارز شده در طول تاریخ این مبارزات و جهادهایی را که در طول سالها صورت گرفته از سلطان محمود که سومنات شکستان گفت ما جواهر فروش و بت فروش نیستم بگیرین این جواهراتتان من بتتان مشکنانم در قرآن گفته که بت پرستی حرام است. ای که با کدام وجه صورت گرفته خود چگونگی از او را بگذاریم کسایی که تاریخ بیشتر میدانه. مگر آمدیم بالای از اینکه یدی طولا داره در تاریخ افغانستان جهاد مبارزه متجلی شدن ایمان یک مسلمان یعنی زادگاه مسلمانان واقعی افغانستان بوده. به هر حال این خبر مهم است و بعد از او خبر جالبتر از او این خود جالب است غمگین است متاثر میشیم خبر نشر میکنیم. شما میدانید که شاهد عباسی با دعوت آقای اشرف غنی به افغانستان فردا به افغانستان تشریف می آورند یا می آیند با آقای اشرف غنی در ارگ خواهند نشستند چشم به چشم روی روی صحبت خواهد کردند و اونا را دعوت کردند که بالای طالبان فشار بیارند لانه های حراس افغانان از بین ببرند. در حالی که دیروز دوستان عزیز 600 راکت و حریم افغانستان توسط حکام پاکستان اردوی پاکستان شلیک شده به افغانستان و هواپیمای پاکستان حریم هوایی افغانستان تخلف کرده بمباردمان کرده یک منطقه به نام دانگام. خسارات شاید طوری که گفتن نرسیده چون همون مردم در اون محل تخلیه کرده که پاکستان باز حمله نداره. این بسیار جالب است که اینا از پاکستان از شاهد عباسی صدر اعظم پاکستان استغاثه دار آقای اشرف غنی که لانه های حراس افغانان متلاشی بسازین و ریشکن بسازین و صاحب حراس افغانی از او طرف به افغانستان میاد. در حالی که خود آقای شاهد عباسی
رئیس کل ستاد اردو هم از صاحب نظام یعنی همو قماندان علا اونا شمرده میشه، اونا خود از اونا حمله کردن به افغانستان، 600 راکت فایر کردن، تیارات جنگی پاکستان آمدن دانگام بمباردمان کردن. شما میدانین که بعد از قوای زروی بدترین حمله حمله هوایی یا بمباردمان است، بسیار خساره داره. به تعقیب راکت یکی از قوای وسایل جنگی ابزار جنگی کشنده است، او را استعمال کردن، 600 راکت به افغانستان فرستادن. اونا غم طالب هم میخورن در حالی که خود پاکستان حمله میداره. او یه خبر است و همچنان نشستی که در ماسکو صورت گرفت و راستی تلویزیون طلوع اغماز میداره بسیار اخبار و وارونه نشان میده و طبیعت همی حکومت کار میکنه. بعضی رسانه های افغانستان قدر افاقی تر هستن نسبت به بعضی از اونا. به هر حال خبر اول از چگونگی خساراتی که پیش آمده به عملات بالای مدرسه در قندوز به تعقیب میریم. این سه خبر ارزیابی میدانیم، میخوایم از شما هم باز بدانم دوستان عزیز در این رابطه لطفاً افاقی و بالای موی سه موضوع فوکس کنین، بیشتر خوب خواهد بود تا قدر از وقت مراد شو و استفاده بهتر صورت بگیرد. توجه بدارد. باشندگان دشت ارچی کندوزند، کسانی که ادعا دارند در بمباران نیروهای ارتش نزدیکانشان را از دست دادند. اینان قصد داشتند تا خودشان را نزد مقامهای محلی کندوز برسانند، اما نیروهای امنیتی به داخل شهر اجازهشان نمیدهند. میگویند در این حمله هوایی ارتش به نزدیکانشان آسیب رسیده و باید عاملان این حمله مجازات شوند. زد حکومت صدا غواړم چې زموږ عاملین چې پرون یې زموږ ماشومان شهیدان کړي دي د دېو قاتلین مو غواړو. موږ د مدارسو باندې پر علماو باندې بمبار کړی دي، موږ د خپل قاتلین غواړو. موږ انډیواله ناک خلک شهیدان کړي، ماشومان یې شهیدان کړي. دغه کومو کسانو د قاتلینو مجازات غواړو تر والي پورې ځو. وزارت دفاع ملی هر گونه تلفات ناشی از حمله هوایی نیروهای ارتش بر افراد ملکی را رد می کند و می گوید در این حمله فرماندهان طالبان کشته شدند، اما تاکید دارد که ادای تلفات ملکی در این رویداد را بررسی می کنند. هیئت حقیقت یاب امروز در کندوز تحقیقات را شروع کردند و همه جوانبی که در اونجا به وقوع پیوسته مورد مطالعه، جستجو و به یک نتیجه گیری که بعدا اعلام خواهد شد و این ممکن یک هفته را در بر بگیره. ما انشاءالله برای شما در هفته آینده در ختم تحقیقات همه مسائل را با وضاحت اعلام خواهیم کرد. نیروهای امنیتی در کندوز میگویند که طالبان پس از این حمله بر روی افراد ملکی گلوله باری کردند و با این کارشان میخواهند بار ملامتی را به دوش نیروهای امنیتی بیاندازند. طالبان مورد هدف قرار میگیرند، میگن اینا بالای افراد ملکی اینا شلیک میکنند، میخواهند که افراد ملکی را قرار غضب شدند مقابل دولت، خشم را مقابل دولت اینا برانگیزند. پیش از این وزارت دفاع ملی نوارهای تصویری را پیش از انجام حمله هوایی ارتش نشر کرد که ظاهراً ده‌ها تن از اعضای گروه طالبان برای یک نشست در این محله آمادگی می‌گیرند. در کنار این نوارهای تصویری تاکنون ده‌ها تن از مجروحان پس از این رویداد از دشت ارچی به بیمارستان صاحبی کندوز انتقال شده و تحت درمان قرار دارند. رئیس این بیمارستان ادعا دارد که این افراد به اثر پارچه های بم زخم برداشته و گلوله هایی از جنگ افزار در بدنشان دیدن نمی شود. کاملا کلش مجروحین بود و مجروحین انفجاری بود که یا بم است یا چیزی که است. یعنی مرمی نیست، مرمی نیست، واقع انفجار است. انفجار میتونه مین باشه، میتونه بم طیاره باشه، میتونه صرف ما از نظر مسلک گفته میتونه که انفجار است، واقعیت مجروحین است. طالبان هم با نشر اعلامیه از سازمان های بین المللی خواستند که این رویداد را به گونه بی‌طرفانه بررسی کنند. از این رویداد 4 روز میگذرد و تا کنون 4 هیئت حقیقت یاب از سوی حکومت، نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، مجلس نمایندگان
و کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شده و بررسی هایشان را آغاز کردند. بررسی هایی که تا هنوز نتایج آن همگانی نشده است. بله دوستان عزیز، راپور کانال یک بود، شنیدیم و دیدیم. همچنان عرض کردم که جناب مومن صاحب کلیپی را فرستادن، اهالی قندوز انترویو شدن، صحبت شده با ایشان و اونا حالت تشریح می دارن. بهتر امو است که بیطرفانه کسانی که در اونجا بودن چشم دیدی از اونا گرفته شود، نه وزارت دفاع. شما می دانید که حکومت افغانستان می خواهد یعنی بپوشانه حقایق و دروغ بگویه برای مردم، و حتی ما شنیدیم که بارها وقتی در یک حمله هوایی یا زمینی قتل و قتال صورت میگیره و آدم ها کشته میشن و غیر عسکری یا ملکی ها، باز دستور داده شده به وزارت دفاع و همچنان یک مفاهمه با رسانه ها دارن که اونا هم بعضی حقایق نگه داره و یا اغماز کنن. اگر فرض کنیم در یک محل 200 نفر ارتش افغانستان به قتل رسیده توسط طالب، او را فرض عدد بگوین 40 نفر مردن یا کشته شدن، یکی اونجا میره و باز حساب میکنه و باز به فامیلای از اینا میرن. یک اغفال یا دروغی است که او ثابت کردن از او برای ما و شما بسیار دشوار خواهد بود. بنان بسیار میتونن به سادگی حقایق وارونه نشان بدن. دیگه در همین مسئله هم عکسای جلی را آوردن و صاحب یا فیلم ها را که طالب ها اینجا جلسه داشتن، حتی امو راد نشخان او یک دروغ شاخداری دیگه گفت که صاحب اینجا والا طالب ها وقتی ما حمله کردیم و مردم کشته نشدن، با طالب ها آمدن صاحب امی حفاظ کشتن. شما یعنی عقل شما میره یعنی میتونه بپذیره که یک طالب خود بکشه؟ اما مدارس طالب ها بسیار دوست دارن، از این مدارس بیرون شدن. یک حافظ قرآن چطور میتونه که یک طالب برو به قتل برسانه، به مرمی بزنه؟ صاحب باز اهالی همون منطقه میگن که اینجا به اساس یک انفجار و بم مردم کشته شده، از لحاظ مسلک عسکری تو فایر نشده، کارتوس به شکیخی کس نخورده. و یا اگر کارتوس فایر شده، دوستان عزیز، آدم کم میمیره. مگر یک انفجار باشه که امر با حساب دود و خاکستر بسازه. به هر حال به این راپور از یک سی از او به طور مثال میرسانیم توجه داریم. وایسی دغه لوحه چې لګېدلی دا د څه شي باره کې وه او دلته د څه باره کې دا خلک راټول شوي وو؟ عوام مسلمانان دا مدرسه وه، دلته حافظان او طلبا فارغ شوي وو، د حفظ نه او دفترونه او هغې دستربندي وه، هغې د پاره چې دی نو د عوام راټول شوي وو او دستربندۍ کښې شرکت کوو. او بیا څه پېښه شوه د مجلس کښې؟ په دغه عینې موقع کښې یو دوه دانې چورلکې رالې او بس چې راکټونه یې مو وویشتل او د ثقیله وتلې ډزې مو کړې. پېښه رامنځته شوله چې دلته مجلسه وه، د سربندي وخت مخالي شریف وو، لیک تاسو حاضر واست، لیک څومره شهیدان وو، د څنګه سر په دې برابر معلومات راته راکړئ. دلته د کوچه راخوا په مدرسه کښې تصویري علمي څه لپاره شهیدان او زخمي او کوبکي حساب نه معلوم او تقریبا د یک شنبه ورځ باندې حکومت ته احوال ورکړی وو چې موږ د سربندي لرو، د ډېرو ولایت فخر عالمان راغلي وو دلته او ټول عام ماشومان خلک ټول پکښې د شهیدانو ورسول. دوی دا ادعا کېدای شي وکړي چې دلته نظامیان وو، یا ولسوال وو، یا بل څوک وو، یا بل څوک وو، دا خبر تر کوم حده حقیقت نه شته؟ دلته دا مدرسه بندي ټول د عام خلکو بشره او غریب خلکو باندې ولور دی، دا څه کوي؟ ټول د عام زیاتره نور ولایتو خلک علما راغلي وو، دلته ختمونه وو او ټول وړ ماشومان وو او دغه دا دومره غټ فاجعه دلته مخته کړه چې هېڅ دویله نشته، ټول ماشومان یې قتل هم کړل. دا خو خبر کړي مقامات خبرې دي، حقوق بشر دي، ولې داسې کارونه کوي چې مدرسو او جوماتونه دوی بمبارئ؟ دلته به ستاسې په ګمان سره څومره علما کرام مشر شوي ځان یا نوي فاضلان څوک به شهیدان شوي وو په دې کښې؟ هو علما شهیدان شوي دي، معلومات نه کېږي، هلته غوښې په بوجۍ کښې را ټول کړلې. د شهیدان تعداد کښې تاسې اټکل څومره ویلی شئ؟ څومره سل تر یو سل پورې شهیدان دي، د زخمیانو کوبې د حساب نه کېږي.
ای ساته پر دې برابر څه معلومات لري؟ زخه د امام صاحب نه راغلم، د اوس راغلم دلیل شهیدان او پایدارون او شهید ګورو په درس هم زیات کیږي. دا ولدین مال تر پروفیل دی و شه وی مینه مشاهده ای کوي. ستاسو په ګومان سره دا د علاقې بسې چې دوی مثلا پر دې عام مجالس باندې او د ملکی عوامو پر مجمع باندې او د سیو علمي مجلس باندې دوی بمبار کوي، د ستاسو په ګومان دوی علاقې بشي؟ دا علاقې سوکی ماشومان مدرسې ونه سبقونه او درسونه نه سوکی دی په هم ځای باندې دغه فجر د اسلام د اسلام سره جفا ده د اسلام په ځبه نه پورته شو کار نه دا چې دوی موږ د افغان ولس سره موږ سوله کوو او طالبان سوله نه کوي سس په ګمان سره د سولې ته دوی د سولې مخالف د ګمبارونه او د ولس بل دوی نه ډېر تازه دي که به د امارت نه اوس دې سره قیاس کړي دم وړه ماشومان قتل هم نو خپل خلک قیاس وکړي چې دا څوک خري څوک بدي دا هغه بوټان او هغه تپلی دی چې کم ملګري ماشومان دلته شهیدان شوي دي د جلسه کې د هغو څپلی پاتې دي کله هر دې دین د څه د شهیدانو دلته نو څه حال دي دا نورم ځان ته خلمه دی وایي نه دا نورم شته دي نورم شته دي دا ثانو دي دی غنه نورم شته دي ښه خاطر نورم د برانډه کې دي از ستاسو تاسو دلته موجود و چې کله تیارې لاندې د بمبارو دغه په خبره باندې خلا خنارانه سم متاثر کړ 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 د مسلمان دي دلته د مسلمان غني او نه دي دا ظلم د ملت سره دی دا د اسلام سره دی دا ظلم دا مخامخ میدان چې تاسو تخکاری دغه میدان د سربندې بندانو او د مسلمانان او علما کرام ټول راټول شوي وو او دغه پهچې کې مجلس روانو او دغه د سټیج ساحه ده خو د دین دښمنانو داسې یو پېښه یې رامنځته کړه چې ټول مسلمانان یې په غم ولړل. دا هغه وینې چې ده مسلمانانو وینې پرتې دي، ډنډونه دي او ټول تش ځایونه دي. د هغه ځایونه دي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وه او کله چې خلکو د میدان نه رامنډه کړه دېخوا دغه مخامخ چې تاسو ښکاري ده دغه د مسلمانانو ملکي کور دی. دغه کور یې ویشتلی، دغه لاندې سړک دلته مسلمانان راټول شوي وو، دغه کور یې ویشته، د خلکو کور یې هم خراب کړ او ټول مسلمانان یې غم وړل دي. زه فعلا داسې هغه پټي منځ کې ولاړ یم، په هغه پټي کې چې دغه مسلمانان نن راټول شوي وو. دا مخامخ د سټیج ځایونه چې تاسو ته ښکاري دغه شاته ساحه چې کومه ده، دغه شاحه د ماشومان دپاره، دغه دویم پټۍ د ماشومان دپاره انتخاب شوی چې باید ماشومان پکې کښېني. دغه ټول ماشومان ناست وو دغه دویم پټۍ کې، آخري پټۍ کې، او دغه کفار راغله او دغه ماشومانو باندې چرخکو توسط باندې ګزارونه وکړل، ټول شهیدان. دغه هلته مرمۍ لګېدل، ټول ماشومان ناست وو، شاوخوا ټول ماشومان ناست وو. دغه د ماشومانو او مسلمانانو د چپلکې د شهیدانو وینې دي. موږ فعلا د دشتیارچي ولسوالۍ د دفترونو په کلي قرار لرو، په داسې یو مدرسه کې فعلا قرار لرو چې دغه مدرسه نن د دستربندۍ مبارک مجلس پکې روانو. دغه مجلس په عین اثنا کې چې خلک ټول راټول شوي وو، ډېر زیات مسلمانان او علما کرام راټول شوي وو، جلسه روانه وه. په دغه وخت کې د دښمن چرخکې راغلې او ډېره بېرحمه بمباري وکړه په دغه ساحه باندې. دغه فعلا موږ مدرسه کې قرار لرو او 15 تنه شهیدان تنکي ماشومان شهیدان دلته پراته دي. موږ به د عیني شهیدان دلته دوه زموږ مسلمانان وروڼه دي، د دې عیني شهیدان نه به څو پوښتنې وکړو. زه بلهم شیطان رژیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د دشتاچي د ولسوالۍ او د رئیس عبدالله د کلي اوسېدونکی یم. زه د ثانیه عیني شهید یم چې راغلم دلته د علماو جلسه ده او د قاریانو د حافظانو جلسه ده. زه راغلم عیني په صحنه کې، زه دلته ناست وم سانه کې دلته ناست وم چې نور ټول دا ویناوي ټول د خدای او د رسول خبرې وسولې. دې کې نه مسله وه، نه لانجر وه، نه موټر، هېڅ شی نه وه. د خدای او د رسول خبرې وسولې، نور ټول هر څه خلاص وم. په دغه وخت کې افتتاح کېدله د بخاري شریفې، دا زده کې همدغه دغه راواخیستل. علماو دغه پتوا وکړه چې بس لنګۍ راواخیستې، ملاوې تړلې چې چرخې کې دوی دا خواړه معلومې شي، چې معلومې شي چرخې کې. چې ما وکتل مال دا چرخې کې وار کوي، ولته څه پوه شو مال دا کونه راته ور کړه. دې لګي لکې چې دا راوکته ومې کړه، اولې وړه ماشومانو میدان وشي وشته کله چریز باندې چې ولې بس ټول داسې کله چرګان چې په چریز ولې ټول یو په بل سره سباره سو دوم وار چې وکړې. بیا هم دغه ساحه کې ټول ماشومان دي، تاسې صحنه کې وینې. دا ګوره دلته
و دانی دغه کل دا موږ خپلوان دا مخه خانم دي چې دا ونه بره دلته شي دا دا ګور پنځه دلته پراته دي دوه درې لاوس هلته نور په سوو خلک چې خلک دوه سوه یو نیم سل دغه دوه نیم سوه خلک شاوخوا شهیدان زخمیان وچې دغه مواري او موټر کې جکړه وویله دا ټول خلک دا چپلۍ وګورئ دا خلک ګوره شپاگوراجی کی گله حفظ نفرقه ده در دی مسلمانان عوام مسلمانان صفه یو بوتان صادر دی بله دوستان عزیز کینن تماشای دیدن تو فیلم ها به حدی روان آدم ملول میسازه که من خود دو روز باور کنیم وقتی درایو میکردم و همی اطفال معصوم و فکرم خطور میکردن یا کمری دائمی 24 ساعته مثل که در مغز ما دور خورده بره بسیار نارام بودیم در چند روز و بسیار معصوم بودن اما کسانی که پاک و قرآن در مغز از اونا و به روز فراغت کنه بعد از یک مدت طولانی قرآن حفظ کردن کلام خداوند حفظ کردن اگرچه از لحاظ دینی خوشا به حال از اونا از این دنیای هیاهوی و بدبختی ها و دروغ و کلک زدن هم تو پاک بیرون میشن و دنیای ابدی میرن بدا به حالی کسایی که با عالم کثافات و بدبختی و فساد از این جهان به حضور خداوند ظاهر خواهد شدن یعنی از لحاظ دین اسلام اینا بسیار خوشبخت هستن و کسایی که در امور افغانستان در ماموریت مثل رادمنشور یک شخص کثیفترین شمرده میشه در انشاءالله در از لحاظ اسلام و کلام الهی خبر بعدی دوستان عزیز خبر بمباردمان پاکستان است به حریم افغانستان و شلیک که راکت ها بوده و فردا شاهد عباسی صدر اعظم پاکستان بنا به دعوت آقای دکتر اشرف غنی به افغانستان مواصلت خواد کردن و با دکتر صاحب اشرف غنی و اراکین حکومت پوشالی و دست نشانده ناتو صحبت خواد کردن و باز هم همون داستان کهنه سرمنگسک تکرار میشه که پاکستان لطف کنه سه برای ما جایی که جنگ وارد میکنه صلح را وارد سازه این خدا و دروغ دوام داره سه بی دیالوگ های فریبندی نشست کابل و اسلام آباد به هر حال توجه دارین خبر مهم است نظریات خود میتونین را بدارین در ایراسته تخطی های مرزی پاکستان حالا از مشک پراگنی ها گذشته و حتی بحث به وارد شدن جت های جنگی پاکستان در قلمرو افغانستان و بمباران بخش های مرزی کشیده است. وزارت دفاع ملی در واکنش به بمباران بخش های از ولسوالی دانگام کنر در مرز با پاکستان از سوی جت های جنگی این کشور از دستور برای انجام عمل بالمثل سخن می زند. اما مشخص نمی سازد این عمل بالمثل تنها پرتاب راکت است یا مثل پاکستان بمباران هوایی. دولت افغانستان ضمن ای که جانب پاکستان را به این متوجه ساختند با قوای سرحدی که در ولایت کنر است به طور جدی هدایت داده شده که در برابر هر عملی که بر علیه جغرافیای افغانستان انجام میشه با تمام قدرت اجرا بکنه. وزارت دفاع ملی میگوید بمباران هوایی پاکستان تلفات در پی نداشته اما خساره مالی به جا گذاشته است. در روزهای گذشته نیز نزدیک به 800 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام کنر پرتاب شده است. ولسوالی ولسون شل شویدی دانگام ولسوالی
ناره ولسوالی هغه ځینې چې د بمبار لاندې نیول شوې دي کلی او باندې مخکې ناشړې شوې دي دغه خلک یې واره شوې دي اسداباد ته جلال آباد ته دغه ساحل شړې دي خو بیا هم څلور کسانو چې څومره زما معلومات دی د څلورو کسانو زخمیانو راپور ما ترسیده چه دور کسان پکی زخمین شوید. این در حال است که فردا شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان به هدف گفتگوی دولت با دولت به کابل می آید. مبارزه با هراس افغانی، گفتگوهای صلح و روابط دو جانبه محورهای اصلی بحث در این سفر گفته شده است. هرچند خوشبینی آنچنان درباره نتایج مثبت از این سفر وجود ندارد. تا زمانی که پاکستان در استراتژی هایش که در ارتباط افغانستان داره و او یک حکومت ضعیف در افغانستان است، یک حکومت باید کابل باشه که وابسته به اسلام آباد باشه، دنیا باید افغانستان از آینک پاکستان ببینه و پاکستان آسیای مرکزی و اقتصادی منطقه را خودش کنترل کنه تا در این استراتژی های خود پاکستان تغییر نبیاره. و فکر میکنم که این رفت آمد ها نتایج ملموس و بخصوص زودرس نخواهد داشت. حکومت افغانستان هم باور دارد که تا هنوز تغییر در سیاست پاکستان در برابر افغانستان و پشتیبانی این کشور از هراس افغانان به میان نیامده است و کابل خواهان اقدامهای عملی پاکستان است. متاسفانه که پاکستان هنوز هم به ترورستان پناهگاه ها میتن. اینا هنوز هم همکار تروریست ها هستند و از اینا همیشه حمایت کردند. توقع ما عمل کرد در برابر گروه های تروریستی است. تا حکومت افغانستان، مردم افغانستان و جامعه جهانی پاکستان اعتماد کرده بودند. تا زمانی که اینو عمل نکنن و تنها بحث کنن و تعهد بسپارن، مشکل ما حل نمیشه و ممکن نیست که روابط افغانستان و پاکستان بهتر از امروز باشه. رئیس جمهور غنی در نشست روند دوم کابل، جدا از طرح صلح با طالبان، طرح گفتگوهای دولت با دولت با پاکستان را ارائه کرد. هرچند چنین رفت و آمدها بارها صورت گرفته، آگاهان باور دارند که پاکستان در پی فرصتیابی و بیرون کردنش از زیر فشارهای جامعه جهانی است. بله دوستان عزیز، خبر مهم است، در خوری اهمیت و قابل تبصره است که در عقب پرده های تاریک سیاست چی میگذرد. سفر شاهد عباسی به افغانستان و متن از آن معلوم است. همزمان وقتی و آقا به افغانستان میاد، دیروز بمباردمان ناتو یا ببخشیم پاکستان بالای حریم افغانستان و کشور بی‌دفاع یا وزارت ناقص دفاع ملی گفته میشن، 350,000 مشهور غیر مسلکی به نام اردوی افغانستان و قصدن ایالات متحده امریکا و ناتو افغانستان فاقد قوای هوایی داشته تا با پاکستان هم سری کرده نتانه، قدر در گردی افغانستان زده بره، یعنی ما را مجال و یارایی نباشه تا از خود دفاع بداریم. و آقا استاد میشه رادمنش روی بلمثل، آقا خودت میری، یعنی از طریق ایراد پرواز میکنی، جنرال پاکستانی را خفک میکنی. و اگر روی بلمثل شما با کدام هواپیماها، هواپیمایی را که به دست شما سپرده یک هلیکوپتر و اهالی خود است، زدین کشتین، تباه ساختین، یک مدرسه را زدین، شما باز میرین پاکستان و با او قوای مجهز پاکستان همسری میکنین. لعنت به این آدم های وطن فروش. خبر بعدی نشست در مسکو است که او را هم طلوع اغماز داشته. چند روز خبر جالبی بود، نشست سران کشورها در مسکو و در اونجا کرزای هم حضور رسانده بود، صحبت صورت گرفت. با روسیه اعلان داشت که ناتو در میشن و در ماموریت خود ناکام است در افغانستان، نه هراس افغانی سرکوب شده، نه حکومت سالم روی کار آمده و افغانستان آهسته آهسته به مرکز داعش و ترور تبدیل شده میره. توجه بداریم، جالب است خبر. هفتمین نشست بین المللی امنیتی در مسکو. در این نشست شماره از رهبران پیشین و نمایندگان کشورهای جهان گرد آمدند تا درباره تهدیدهای امنیتی جهانی صحبت کنند. وزیر دفاع روسیه که میزبان این نشست است هشدار می‌دهد که افغانستان در حال تبدیل شدن به پایگاه جدید داعش است. افغانستان در حال تبدیل شدن به پایگاه و مکان امن داعش و دیگر گروه‌های هراس افغان است. این گروه‌ها ممکن است تا از آنجا به دیگر مناطق آسیای میانه نفوذ کنند.
امروز بیش از 5400 داعشی در افغانستان حضور دارند و این شمار هم رو به افزایش است. از سوی هم وزیر دفاع روسیه می افزاید که مسکو تهدیدات در برابر امنیت منطقه را به گونه جدی زیر نظر دارد و مسکو برای دفاع از امنیت خود و متحدانش آماده هر اقدامی است. سخنان روس ستیزانه و اقدامات نظامی غیر دوستانه در نزدیکی مرزهای ما رو به افزایش است و در این شرایط رهبری روسیه گامهایی را برای حفظ امنیت ملی و متحدانش روی دست دارد و تمرکز اصلی ما هم مبارزه با رسفگنی است. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین نسبت به افزایش خشونت ها در افغانستان نگرانی کرده به پاکستان هشدار می دهد که باید خطر هراس افغانی را جدی بگیرد. ما امیدواریم که پاکستان خطر گروه های هراس افغان را جدی بگیرد و با افغانستان در نابودی هراس افغانان صادقانه گام بردارد. قدرت گرفتن گروه های هراس افغان در افغانستان می تواند سبب بی‌ثباتی منطقه شود. وزارت دفاع ملی در مورد این ادعای روسیه چنین دیدگاهی دارد. وزیر دفاع روسیه وقتی میگه که در افغانستان داعش رو به گسترش است، همونطور که ما در مورد معلومات داریم ای عکس ای گپ است. ما همین اکنون در ننگرهار داعش رو به شکست مواجه ساختیم. در کنر و نورستان مردم بر علیه ضیاء اقداماتی کردند و نیروهای امنیتی هم مدافع مردمند. در درزاب ولایت جوزجان ما هم فعالیت‌های هوایی را در اونجا انجام دادیم و هم قطعات ما همین اکنون در درزاب است. از سوی هم آقای کرزی تاکید می‌کند که افغانستان اجازه نخواهد داد که خاکش به محل جنگ‌های نیابتی کشورها مبدل شود. ما نمی خواهیم که افغانستان به مکان جنگ نیابتی کشورها و بازیگران منطقه با ویژه کشورهایی که از هراس افغانان پشتیبانی می کنند مبدل گردد. حکومت و مردم افغانستان اجازه چنین کار را به کسی نخواهند داد. در همین حال وزیر دفاع پاکستان که نیز به روسیه رفته می گوید اسلام آباد برای برقراری امنیت در افغانستان با مسکو همکاری می کند. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر تاکید می کند اسلام آباد فداکاری زیاد برای مبارزه با هراس افغانی انجام داده است و گروه های هراس افغان دیگر در این کشور جایگاه ندارند. بله دوستان عزیز، خبر هم جالب بود. می خواهیم نظریات شما هم داشته باشیم. لطفا مختصر صحبت بدارین چون تعداد کثیر تلویزیون جهانی است و از روی ساتلایت های متعددی در اروپا و شرق میانه قرار داره و دوستان ما علاقمند هستن صحبت بدارن. اگر مختصر بود خوب است، برای دیگه هم نوبت برسه. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. بارد سلام خدمت برادر عزیز خطاب صاحب. و علیکم سلام. جهان تشکر از اینکه همیشه شما خدمت مسلمان ها را و تمام جهان می کنید. خداوند جهان اسلام متفق و متحد بسازه. برادر گلم، این چپاولگرا و دزدا و وطن فروشا که میرن مسلمان ها را بمباردمان میکنن و میفهمن، خوب میفهمنم که این مدرسه اسلامی است. خوب میفهمنم که مسلمان ها تمامش عاشق و دلباخته قرآن کریم و سنت پیغمبر است. مگر این وطن فروش های بیوجدان، کسایی که وطن به یک ورق ناچیز فروختن یا میخواین به مرام خود برسن، پروای کشتن منطور ندارن و تمام دولت دارای افغانستان کابل فدای خاک پای از شهدا شود و خداوند امی روز سر خودشان هم بیاره. در قسمت طالبا برادر بگویم، طالبا کسایی هستند که از افغانستان دفاع میکنن. هیچ کس حق نداره، مثل که در زمان روسیه مجاهدینی که به شهادت رسیدن یا این کسایش کال به سر قدرت رسیده، هیچ وقت ما مجاهد گفتن نمیتانیم. کسایی که به شهادت رسیدن در راه خدا خدمت کردن، نامش مجاهد میماندن. امروز طالبا را اشرار و ترورست و غیره و غیره میگن. یا کسایی هستن که از وطن ما دفاع میکنن تا از اشغال خلاص شوند، تا این وطن فروش ها نابود شوند. در قسمت داعش برادر بگویم، داعش تولد از امریکا و آخونداست. داعش هیچ وجود نداره. یا به نام داعش مسلمان ها میکشن که اینجا داعش است، اونجا داعش است. در سوریه تجاوز میکنن، میگه داعش است.
اهل سنت و جماعت هم میکشن. در افغانستان ببینید که مدرسه اسلامی را میرن میزنن به نام ازی که ما میریم طالبا رو بزنیم. بس کنید شما طالبا رو بزنید، چرا بزنید؟ و از وطن خود دفاع میکنه. همی نوکرهای لایی نمیگم، همی کسایی که خاک پای امریکا و غیره کشورها رو سرمی چشم خود ساختن. آفرین، خوب گپ. همی کسایی که از افغانستان یک پوچاق خربوزه جور کردن و خودشان به دور خربوزه خالی شیشتن و یکی دیگه خود پیسه و دلار به یکی دیگه پاس میکنن، پروای مردن هیچ مسلمان را در ولایت ندارن. خداوند اینا را از بین ببره و خداوند جهان اسلام متحد و متفق بسازه تا مسلمان ها به میور قرآن کریم سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با هم متحد شوند. آمین. برادر عزیز، مرا اما اقدر امی حالت های مرگ در هر جایی که میبینم بیخی دیگه مو تسلسل منطقی صحبت از پیش ما میره. نه، بهترین تسلسل. با عزت باشین برادر عزیز. قربان شم، دستای تا میبوسم، چشم تصدق. توی خواره که مجاهد و شریف و واقع بین وقتی صدای خود بلند میداره، باز جواب ده خانم دیگر هم شاید شما میربانی کردیم. وقتی هم رمیان سو براده من چی اینا گفتم؟ بیاین هر که چلنج میکنه برای ما بگوی بیاین گمی خانم چیزایی که گفته این درست نبوده، یعنی ضد منافع ملی افغانستان بوده. میخوایم بیاین شما. بله، سلام علیکم. الو، سلام علیکم. سلام علیکم، چه حال داری برادر؟ خیر و خیر. اصلا همی راضی بمی اشتکای که این مدرسه هم به چانا شهید شدن. این کار خود همی دولت اشرف غنی و عبدالله است که یا کسایی هستن که بسیاریشان کشته می شدن یا فاکر از یا مردم ها می گفتن که یا چرا کشته می شدن. و حال ما این را واضح نگم که هر چیز عسکری که در حساب دولت که اشرف غنی و عبدالله در حساب نظامی هستن اگر کشته می شدن واجب است قتل از یا باید کشتشن به خاطر که یا ملک خود مردم خود هم میکشن، خصوصا اطفال در مملکت که همی بود و برد تستن در جندا در این یک نفر بره مردم خود بکش از دولت چی میشه؟ ایدام میشه و این بین اموسا زیر چلی نو بیرق اجنبی و اشغالگر آمدن مردم خود هم میکشن و همی جلال نکلسن و خجالت بکشن همی زمیار اختبار بده که چی حال است شما مردم خود هم میکشین و همینجا رفته که نه که ما دفاع میکنیم از مردم یا چی دفاع میکنیم؟ کل مردم بیچاره رو قتل عام کردن، مدرسه ها رو نابود کردن، در جای مردم مدرسه که نمی مکتب میره وقتی که یک رجبت میشن یک سرمانی یک چیز میداشته باشن و بیچاره رو میره بمبارد میکنن میکشن و یه هم توفیه خود از همین اشغالگر هستن. لعنت خدا به سر اشغالگر آمدیم دولت اشتوانی و فلان که چی کارهایشان. تشکر. اعتراض که اول خوب قوای هوایی افغانستان نداره، باز یک پیلوتی که درست پرواز کنه و صاحب اهداف نشانه کنه او را نداره. سومی که استخبارات به اساس تعصبات صورت میگیره، یک نفر تلفن میزنه و صاحب تعصب داره خنده میکنه که باش حالی بیبی که چه علم اندازم و میره پورای نادرست. بعضی کسایی که در آغاز اشغال بود در مناطق هلمند و پکتیا و دیگر دیگر مفتله بده این فلانی جا چی کنه سب که اونجا طالب ها هستن. باز اونا میرفتن و سب همین ناتو بمباردمان میکرد در حالی که اونجا ایش طالب ناتو متکا داشت با هم یک چند تا جاسوس و وطن فروش. بسیاری مردم و اهالی شریف افغانستان اینا قتل کردن، شهید ساختن، خانهایشان و ویران ساختن و اساس راپور یک وطن فروش. حالا هم در وزارت دفاع خوب باید معلوم باشه استخبارات وزارت دفاع، پیلوت وزارت دفاع، اینا همه از اینا کسایی که ارزیابی داشتن و از آغاز تا انجام وقتی همی حمله صورت گرفته همه از اینا باید کورت قلفی شود، بیان سب مجازات شود، در تلویزیون اینا را در روی از اینا توف پرتن و در غیر از او برن سب در ارگ در روی همی چند تایی که در ارگ نشسته لعنت با امینا سب. کاری بسیار ساده است و یکی از آغاز تا انجام یک کسی همی کار کرده، یکی راپور داده، یکی تیاره تیل انداخته و هواپیما را و یکی پرواز داده و یکی هدف نادرست داده، خود مجازات همی را میگه. حقیقت بیا و بیم حقیقت چی میکنین؟ حقیقت در وزارت دفاع است، حقیقت در کوتاهی شماست، حقیقت در وطن فروشی شماست. شما وطن فروش ها میاین حقیقتی چی را پیدا میکنین؟ آدم از اونجا افتاده سب جنازیش تلفاتی تقریبا در حدود 300 حافظ قرآن و
فامیلای از اونا شهید شده. شما چی حقیقت دیگه از این بیشتر میتونه؟ تیاریتان هم پرواز کرده از یک جای دیگه کدام کسی دیگه نزده. حقیقت معلوم است برادر، حیات حقیقتی ها بود صاحب بود. باز یک چند تا که ولا صاحب زیر آقل ایمد سیده اشرف غنی لخلی وای ما تاسی تا تسلیت ورکم زورک صاحب خره. مخدی ورک کرد. ایتا فامیل که مردار سوای وای ولا که بیر آقل ایمد تسلیت غم دی خوڑه لیو. باید برای از اونها یک رستیتیوشن میگی شب هم کسایی که تلف شده خوب فامیلای از اونها رو نه کس دیگه کمک میکنه نه یک بودیجه وزارت دفاع جز برای دوزا و برای غارتگرا برای همو اشتباهاتی که میداره خب باید برن سر بمیال این فامیلا از اونا را در آغوش خود نگه داره مادر و پدر از اونا را از لحاظ اقتصادی از لحاظ روانی اینا برن در همو محلات اونا را التیام بتن اگر هم یک اشتباهی شده یک بدبختی را اینا بار آورده تنها تسلیت عرض میداره و تسلیت ما مرز میدارم شما ما گیریستم خدا شاید از دیرو فکر نمی کنم یک نشینان قدر دل رحیم داشته باشه که بالای از اون حتی یک عشقی بریزن ما همه ما تسلیت رساندیم تسلیت بخورن بچوشن سر در جیب خود پرتن کالا بخرن لباس بخرن غذا بخرن چی کنن از بله سلام علیکم الو سلام غفوری صاحب خیر و خیریت خدمت شما تقدیم نموده همچنان سر سلامتی شما را از الله جل جلاله تمنا میکنم همچنان تشکر جناب خطاب صاحب بمباردمان و شیانه به مدرسه های به مدرسه هاشمی های دشتی همه ملت مسلمان افغان را غمگین و سبدار سگوار ساخت بدین وسیله مراتب تسلیت خیش را به قارب شهدای گلگون کفن و مجروحین این حمله عرض میکنم الله جل جلاله او شهادت شهدای آن واقعه را قبول فرماید و مجروحین آن شفای عاجل عنایت فرماید حمله بر مدرسه دینی حمله و جنگ با قرآن است حمله بر حافظان قرآن حمله بر ذخایر و سرمایه های اسلام است حمله بر چراغ دین خاموش کردن اسلام است حمله بر ذخایر و سرمایه های اسلام حمله بر جهان اسلام است چنین حمله ناجوانمردانه را نه روس و نه امریکا انجام داده است بنان بمباردمان را جنایت جنگی و ضد انسانیت دانسته تقدیم می کنم و به قمانده دهنده کوردینا دهنده و عملیات کننده مدرسه هاشمیه لعنت می فرستم و از بارگاه خداوند جل جلاله او استدعا می کنم عاملین حادثه در ماتم شیرین‌ترین دوستشان بشاند و سوگوار سازد و من الله توفیق بسیار تشکر غفوری صاحب الله امین ما امین میگیم بله سلام علیکم الو بله و علیکم سلام و علیکم سلام والا شکر بفرمایید بله ای خو بدوا دیگه فایده چی برای از واد بدوا است دیگه بدوا دیگه خدا هم کار خدا خودش میدانه اگه ما دعای بد کنیم و نکنیم ما باعث یک انسان چی کرده میتونیم چگونگی ابزار بیان بداریم یعنی ما همینجا روشنی میبخشیم به افکار مردم واقعیت ها رو روش بسازیم میره بگو این دیگه از این فراتر اگه کدام مالی از ترس والا برادر فندیزین کرده نمیتونم اگر نید آغاز اشغال در قندوز در بغلان هم تو یک ثانیه رخ داد یک بم انفجار شد بسیاری ها ازادار شدن ما از اینجا 80,000 دلار جمع کردیم و
سرایه جان سدید بردن، لطف کردن، ولی بعد از تحقیق و این و آن همه ترسیدن و اراس داشتن که ما را زندانی میسازه و امریکا قهر است و دیگه. باز بالاخره همین قهرمان ما سرایه جان سدید همون 80,000 دلار را برد سه با بغلان توضیح کرد، دوباره پس برگشت با عکس و فیلم. حال بیادر ما ولی دل کده نمیتونم رزی که قدر ما پولای مردم را دزدیدیم در جیبای خود زدیم مالی ما. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرم. شبتان بخیر آقای خطاب. من میخواستم در رابطه با می حوادث اخیر خدمت شما عرض کنم که بفرم. بله متاسفانه که در دشت ارچیر یک حادثه ناگوار رخ داد، ولی فراموش نکنیم که دشت ارچی تبیس که به دست طالب صاحبای محترم است. در اونجا هیچ نوع حاکمیت دولت وجود نداره. اگر هر حرکت یا هر عمل اونجا اجرا میشه در حقیقت از دیدگاه دولت یک منطقه غیر است. در حقیقت یعنی پیش دولت این چیز بسازد مشکل است که بفهمه که در اونجا اطفال هستند در مدرسه و یا اینکه قماندان های طالب هاست یا هر کسی که هست، عملیات های نظامی صورت میگیره و متاسفانه که حوادث بسیار زیاد ناگوار به وجود میاد. ولی از طرف دیگه من سوال من از جناب شما ایست که آقای خطاب که چند روز پیشتر در هلمند در یک محل ورزشی یک انتحار صورت گرفت، این را میتونیم بفهمیم که کی بود، به خاطر چی، چرا جوانهای وطن ما را در اونجا یک قتل عام صورت گرفت؟ در انترکانتیننتال بسیار جوان ها کشته شدند، خارجی هایی که به خاطر کامیار آمده بودند و در اونجا همکار شرکت هوایی کامیار بودند اونجا کشته شدند به نام خارجی و به نام کافر. میخوایم اینا بفهم کنار کی کشته و یا اینکه در شهر نوی کابل به صدها انسان جوان ها به نام علی اکبر آمدن انتحار کردن از پالاچینار از کجا کجا طالب صاحبای محترم اونا رو فرستادم. اینو میخوام بفهم که اینا چوری کار حالی رو چرا خود تهمی حقی بدر 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 آقا جان گل همی حقایق بسیار روشن، چرا خودت نمیفهمی؟ اون سوال ما از خودت باعث یک جوان که قدر نطق و خطابا میتی برای ما، ولی خودت چرا نمیفهمی که یک جنگ میانی طالب که ضد ناتو برای افتاده که ناتو از افغانستان برای افغانستان اشغال شده و خودت هم میدانی، اگر یا نمیدانم میدانی که افغانستان اشغال است یا نیست، یک کشور در زیر زانوی 49 کشور قرار داره، ایره میفهمی یا نمیفهمی؟ وقتی اگه این حقیقت درک میداری ایران میفهمی که وقتی روسا افغانستان اشغال کرده بود خود جوان معلوم میشی پدر و نیکه و نبیرید کلگی خیستن و صاحب با داس و تفنگ و کارتوس ابتدایی صاحب 2 میلیون قربان شدن اونا را بیرون کردن، همه تو صاحب در طول تاریخ انگلیس و دیگه و دیگه را بیرون ساختن. حالا باز یک جنگ یعنی یک چند نفر به نام طالب ضد قوای اشغال در افغانستان جریان داره و اونا از هر طریق ممکنه میخواه که اینا را نشانه بگیره. در هتل انترکانتیننتال جلسات از اینا به خیلی صورت گرفته بود، اونا هم طالبا گفتن که این کار ماست و خودشان میگه که ما این کار کردیم و این را قصدن کردیم و این را دگام میکنیم. و در کابل هم مو بعضی جای مراکز چون فهیم و دیگه و دیگر نشانه میداره عملات چریکیست و مجاهدین افغانستان در وقت قوای سرخ هم کارا را میکردن. مگر ای که دسته بدان دیده بدانسته یک حکومت و پیمای خود بلند میسازه باز میره در یک منطقه همه قوای شعور نداره، عقل ندارن که نشانه. وقتی اگر منطقی طالب هست باید دوره بایدش غرض نمیگرفتن، برو اول طالب سرکوب کنه، از بین ببره، ناتوانی های خود به توانایی ها تبدیل کنه، با دارای خود بگوید که کمکشان کنه. باز بعد از او وقتی که همه چیز درست شد باز گفته شما که یک توجیه میتین برای از او. یا ایره میبرین در میدان هوایی چطور که چطور شد و سر در میدان هلمند چطور شد، همه از این قابل چی هست یعنی تقبیه هست. مگر ما آمدیم بالایی که برادر طالب از خود توجیه داره، طالب او را مسئولیت به دوش میگیره، طالب میگه که هدف ما چی هست، یه حرفا کلی زده میشه. شما همین حادثه و ثانیه ایره که امروز است ایره میخواین بپوشانین با یک چند حرفی که یک سال قبل چی شد و 2 سال قبل چی شد. مسئول ما از خودت هستید. من متوجه شدم به سوال شما، اگه شما من اجازه بدین که صحبت کنم. نه نه، تا جایی که ما اجازه دادم ما همه تو از خودت انتباه گرفتم قربان. بله برو بیاد اجازه صحبت کنم. آه برو بفرم. بله جناب خطاب صاحب، دیدیم که ما یک مسئله دیگه را باید آشکارا و بدون کلام مشکل باید صحبت کنیم که طالب صاحب
های محترم با دولت افغانستان که افغان هستن اونا هم با هم یک جا باید بشینن صحبت کنن، باید آشتی ملی را اعلان کنن، از این جنگ و کشتار و خونریزی باید بحث شود. از هر دو طرف مهدف مستر برای خارجی ها، برای بیگان ها، برای ناتو، برای همگی وقت بدیم که بفرمایین شما در طول 6 ماه آینده بخیر وطن ما را ترک کنید، ما افغان ها در بین خود میسازیم و جور نیم. اگر به این شکل باشد و این رقم دوام کنه که نه بتونه نمیشه به زور ما امریکایی ها رو میکشیم، خو امریکا که شما تشریف دارین، شما میفهمین که امریکا یک قدرت و یک قدرت جهان است و او نمیتونه که با آسانی بترسه و بگریزه از منطقه مثل روسا و ره خوب بیادر خاله برن بیشینن علی آنچه که شما میگین همی درست است. علی خوب برن بیشینن، علی حکومت خود پیش میکنه، حکومت اختیار نداره، علی حکومت اختیار یک والی را نداره که پس کنه او را و همه از او همی خود تا و که نداره چرا به همراه یک حکومت بی اختیار. این ما اگر یک ادعا دارم ما برم به همراه کسی که هیچ اختیار نداره، به همراه از یک مولیس به همراه از او گپ بزنم یا به همراه اختیاردار گپ بزنم؟ خودت باعث یک جوان مغزن عقلن چی برای خودت فکرت میگه که اگر در یک جای یک ادعا داری با کی صحبت میکنی؟ با صاحب غرض یا بی غرض؟ صد یا 50% مردم افغانستان باز به این عقیده هستند جناب خطاب سکر میگن طالبان قدرت ندارن، اونم طرف اونم به چشم پاکستان، به چشم عربستان، به چشم کشورهای دیگر میبینن. خیلی طالب ها از کجا که قدر غیرت و زور و همت و دوره خواه حکومت کابل با صد 150,000 عسکر خود هیچ چیز ندارن. این افغان ها هیچ چیز نیستن، این مردم هیچ چیز نیستن، تنها طالب است و می قدرت شده. یک چیز یک چیز برات بگویم که یا طالب اختیار داره یا نه، همی علی خو اختیار امیر داره که همی چند داده سر شما گفتین و کارا رو میکنه، امی اختیار داره که مگر این طرف نداره، این طرف خوب را داره. امی حکومت امی حکومت مگر عرضم ای چی بود؟ عرضم امی بود که امی حکومت خود جانکیری آورد سر تخت شد، از او خاطر اختیار به دست دگاز، اختیار به دست دگاز. به اول لحاظ اگر شما آنچه که شما میگین که باید صلح بیا، خواهن طالب یا پاکستانی عمل پاکستان هم در اختیار امریکا هست، نی؟ شما بیشتر زمزمی تانمی هست که طالب اختیارش پاکستان داره و پاکستان اختیارش امریکا داره و حکومت افغانستان هم اختیارش امریکا داره. وقتی این فرمول شما دانستین دیگر مشکل حل میشه، باید امریکا بیا پاکستان هم راضی بسازه، تا حکومت افغانستان هم طالب هم. اگر طالب مزدور پاکستان بود خونه مسئله حل میشه بسیار خوب، فرمول ساده است. من میگم که پاکستان اگر نوکر امریکا است، مشخورش است، در اطلاف با هم هستن، چرا می کار نمی کنن؟ یه خو حقیقت یک چیز دیگه است برزی که در افغانستان اینا نمیخوان که صلح بیاید. تا وقتی که امریکا نخواهد، تا وقتی که شما این حرفا رو میزنین و همی حقیقت درک کردن نمیتانین، همینجاست که مشکل ما همینجاست. من میگم که امریکا اگر بخواهی که آخر میخوام عرض کنم که طالب صاحبای محترم مخالفین مسلح دولت، دولتی ها، مردم افغانستان دست خود یک کنین، با اتفاق با اتحاد برای خود یک حکومت بسازین خارجی ها. آفرین 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 ای آفرین خصومت و از این کشتار با خلاص دی بدست نمیه ای خواه از طولانی میشه ما بگم بدست نمیه کشتار خوب برادر مثل که یک اتاق عملیات بوری بگوی دکتر بگوی کار داده ایش کمی از نزن خون میره تا کی خون ریزی میکنه. جنگ خود صاحب از خود عوامل داره، علت داره، علت ازیره داره که در امریکا یا در کشورهای بزرگ ناتو کمپانی اسلحه سازی سو باید بازار عرضه داشته باشه، امریکا باید در اون منطقه جایگاه و پایگاه داشته باشه، پاکستان باید از اونجا بهره ببره، طالب طوری که مجاهدین در افغانستان ضد روس و قبل از او با انگلیس ها در جنگ بودن آزادی خود بخواه، علایق موجود است در اونجا. علی روسیه هم علایقی داره، ایران هم علایقی داره. به تو فرمولی ساده نیست که ما دست یکی کنیم با حکومت، با همی حکومت موجودی افغانستان خواهید شما دست یکی نکنیم، برای زی که اونا برای جنگ دامن میزنن، برای منافع خود دامن میزنن. و ایره بارها عرض کردیم که هر وقتی آفتاب صلح آمده بره بالا شده بره به مو اندازه یخ یا منجمد حکومت افغانستان آب شده میره دیگه. ناتو پای خود از افغانستان اگه بکشه یا همیشان سرنگون میشه خود به خود دیگه. مسئله چی است؟ مسئله در این است که
ما صاحب اختیار را تشویق بداریم. ما همین روز ما مشکل ما دیگه نیست که صلح نبیه، ما از خدا میخوایم که صلح در افغانستان مستقر شود. طالبان میایم مصاحبه میکنه میره میگه شما میگین ما میگیم، مگر گپ دیگه است که اینا نمیخوان. شما باید در میکنه توطئه ها داخل شوین بپالین که گپ در کجا است، در خرطه مداری داخل شوین که چی است در درونی است، در بیرون چیزایی رو که از دان خود میکشه و در حقیقت هم تو نیست و ما را که میکشه که جنگ مندازه نمندازه، یا او دسمال که از زیر دامن یک نفر از بینیش میکشه او یک ترک است در حقیقت هم. اگر امریکا واقعا بخواه که در افغانستان صلح بیای با امرای طالب و پاکستان جدی بینشینن صلح هم یعنی باید برن اینا بگن که ما حقیقت هم ریست که اینا نمی برن، اینا اخفال کده میرن، دروغ میگن، آتش جنگ دامن میزنن، داعش در افغانستان عنوانش بلند میساز، در حالی که داعش در افغانستان چی میکنه اگر عرب میه بدبخت و کاری از اونا با عراق و با سوریه و اینا بوده، در افغانستان هیچ علایق ندارن. باز واز زد ایران هستن شیعه ها، باید اول در ایران میرفتن حکومت اخوندی را از بین ببرن، از او خیز میزنن و از او کشورهای دیگه میان در هواپیما و باز میان در افغانستان. اهداف داعش در افغانستان هیچ ارزیابی نمیشه، هیچ هدف نداره در افغانستان. داعش چی میکنه در افغانستان جزئی که برای از او اشتهار میشه؟ به هر حال همینطور است. دوستان عزیز یک نفر دیگه هم باز لاین های ما پر است و میریم سراغ اعلانات. بله سلام علیکم. بله بله خطاب سید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سنگه ورور جوری بخیر. ولی شکر خدا سب دیگه دقام و اغنه والا تا خبر اغنه چه گرژالی سایی سو بکن او ما به فارسی بگیم امی خدا ما افغانان انسان بده خطاب صاحب معدودی فکری ما یک معدود است یکان تا هیچ مغز شما نمیشه که جنگ چی رخم در افغانستان شروع شده و صاحب جنگ کی است، جنگ کی شروع بده و چی رخم تا که امریکا نخیر که جنگ در افغانستان خاتمه بیا هیچ امکان نداره. باز یک سوال ما از امی مردم دارم که امی امریکا که جنگ شروع کرده ضد ترور باید ختم میکنه، وقتی که یک جنگ یک نفر شروع میکنه مسئولیت ختم از اون هم داره. چرا ما حکومت افغانستان پوشل ما چرا طالب قائم بگیریم؟ طالب خود جنگ با امریکا شروع نکرد. حکومت اگر حکومت کجا هست؟ حکومت نیست اگر شد تا دزد آورده پدر نهاز که به غیر دادم کشی پرمتی یا میراد منش که وقت صحبت میکرد میفهمی که از این عامل سیاسی از بیش والده بود. ما متعلم سنفلو بودم این پدرمانت امینی بود ما را قلم خواهد از اسم گرفت ما پدر بر کجا یک دو سر نفر دیگر از مکتب اخراج کرد که شما زدی عناصر انقلاب عناصر زدی انقلاب است. این پرچمی بود شما پس خلقی بود پدر من ای خدای دایزوانی مای این پدر من ما کلش میشناسم یک ما قهمه کردیم که چرا که حکومت نمیشینه سال فلک حکومت از کجا شد یک تن تا دوز کمونیست و یا ما ای برادر ما مارزوی نیک بیچاره داره برای وطن میگه که صلح بیاره، مگر امی بعضی حقایق باید درک کرده و هدف این پروگرام همی است که روشنگری کنیم واقعیت ها را بیان بداریم. وقتی یک چیز را دانستیم باز عمل کردیم. یک اول کشته میشه دل ما از خون دل با خون میشه اگر طرف حکومت است یا طالب است هر کس که تمام است اول کشته میشه، مگر سرمنشی جنگ به معلوم است که کی است چرا داعش میه چرا چی میه چرا در ایران غرض نمیگیره چرا دیگه جو که در افغانستان داعش جور میشه برادر مغز ما رو باید کار بندازیم موضوع دیگه چیز است. خدا رحم کنه دیگه چیز کرده نمیتونیم والا بسیار متاسفم دیر من اون دیدین که نمیتونی با خدا وقت نفر ما کمک کمک میکنم این موضوع امید با استفان خطا گپ میزنم آنی والا او را بیادر بشار دستیمی برق ما دست نمیزنم بیادر ما پیسه میایه باز ما پیسه را بیادر ما نگاه کدم نمیتونم ما هم با زور یک نفر باید بیاین اینجا جمع کنه ببره باز دمانداری شما هیچ شک نیست شما یک چیستین مگر آه نه مگر این مسئله پولیش نیست برادر این مسئله همی است که نه من مردم بیچاره خود به شرف ها هیچ کس کمک نمیکنه به حکومت نیست دیگه که نیست اموجا مو یتیما و دیگر خودم اقلا دل آدم خودمون آرام شود میفهمی بسیار ما نارام هستیم بله بیره منه نه لالا گل زپ ما خیلی خیلی شد دوستانی عزیز میریم سراغ اعلانات دوباره برمیگردیم لاینایتان نگه دارین چون هم مشغول شد میخواین صحبت کنین چرا جالب است بیاین برای منافع افغانستان
اگه برای منافع افغانستان اومد حداقل شما بگوین که ما هم چیزی که شما میگین او رو ما بپذیریم، از ایرایی که ما رفتیم یا دیگه فکر میکنم اون خط فکری شما رو ما تعقیب بداریم. و ضرور نیست که آنچه ما میگم، آنچه ما بیان میدارم و عقاید باورهای ما در رابطه با اوضاع افغانستان است، او رو شما هم نظر ما باشین. ام یک کتله هم نظر میگه اون کتله گوسپندی است، خوبم نیست. نظریاتتان همینطوری که برادر ما بیان داشت، من میگم همون تو نظریات مرا خوشم میاد که یک دیبیت، یک چی میگه مغز ما کار کنه که ما که او را چی کنیم، صافکاری کنیم و زد و نقیص به وجود بیاد. به هر حال برمیگردیم خدمت شما خواهیم. یک بار دیگه تلویزیون پیام افغان و بازار پیام افغان با یک ابتکار بسیار تازه و جدید در خدمت شما خانواده های عزیز، خصوصا کسایی که سنشان زیاد است و کسایی که نتانستند در این مدتی که در امریکا یا اروپا تشریف دارند با کامپیوتر آشنایی کامل پیدا کرده باشند، چشمتان روشن، مبارک. امروز تلویزیون پیام افغان و بازار پیام افغان سی دی های آموزش کامپیوتر در خدمت شما و خانواده های عزیز قرار میدهد. کامپیوتر امروز چشم و گوش انسان ها شده. یعنی شما وقتی که آشنایی با کامپیوتر داشته باشین، شما میتونین که یک معلم خوبی را با یک راهنما را کتیتان امیش دارین. حالا آزا توصیه ما برای شما خانواده های عزیز، بخصوص به شما کلان سال های عزیز ما، به تلفن بازار پیام افغان زنگ بزنین. البته نمره تلفن همه شما دارین، 818-884-7018، و با یک قیمت خوب این سی دی های آموزش کامپیوتر از تلویزیون پیام افغان خریداری کنید. اگر می خواهید سفر مطمئن را با خدمات، سرویس عالی و استانداردهای بین المللی در تمام کشورهای دنیا داشته باشید، اگر می خواهید سفر حج فرضی و عمره را با تضمین و قیمت مناسب دریافت کنید، اکرم تریول ایجنسی، یک نام آشنا در عرصه خدمات ترانسپورت هوایی و اخذ ویزا و تجارب 20 ساله کاری در خدمت شما. بفرمایید انگامه جان، سفر خوش باشه با آرزو دارم. تشکر از شما. ما تمام سفرهای خود به هر کشور جهان با اکرم تراول تنظیم میکنم. سفر خوش، راحت و مطمئن. هامبورگ، شتایندم 97، برلین، شترومشتراسه 22، اسن، فیگوفر پلاتس نمبر 10. فروشگاه کانفور و غوز انگول در هامبورگ بلیشتین. این فروشگاه بزرگ موبل در هامبورگ با سابقه درخشان 7 ساله، عرضه کننده بهترین موبل از مشهورترین و بهترین تولیدات ترکیه در خدمت شما. شما می توانید در این فروشگاه بزرگ انواع موبل های مورد پسند خیش را از قبیل موبل اتاق خواب، اتاق طعام، تخت های خواب، کوچ و چوکی، فرش های مرغوب، پرده ها و رنگ های زیبا با قیمت‌های کاملا مناسب خریداری نمایید. جهت سهولت بیشتر شما، بخش دیگر این فروشگاه در آلستن بیک کانفور با مساحت 1800 متر مربع با تمامی اجناس تذکر یافته در خدمت شماست. فروشگاه ما اشیای مورد ضرورت شما را با قیمت مناسب منتقل نموده و خدمات ترمیماتی را انجام می‌دهد. همچنان پرداخت ها به شکل قرضه از طریق تارگو بانک نیز میسر است. حبیب نوروزی شرکت، هامبورگ، جرمنی. په افغانی خواندور و چو میوو د خپل میلمنو هرکلی وکړئ. افغانی پخلنځی لپاره توکي او مسالې ستاسو دسترخوان ته رنگ، خوند او ښکلا وربخي.
د ودونو او محفلونو لپاره خایسته او په ښکلو ډیزاینونو افغانی او هندی کالی او گانی دلتا موندلی شي. د حبیب نوروزی شرکت په عمده او پرچون ډول د آغلی فرخنده حبیب په مدیریت ستاسو په خدمت کې. چوپان کباب رستوران جدید افغانی در شهر هامبورگ، اشتاندم شماره 32، با غذاهای علال خوشمزه افغانی شامل انواع کباب ها، کرایی، چاینکی، دوپیازه، لونگ، همه روزه از ساعت 11 روز تا ساعت 11 شب مهمان دارد. چوپان کباب با سالون زیبا آماده تجدید از محافل شما و فرمایشات خارج از رستوران شما است. این بیست امرای چوپان کباب در کنار سایر غذاهای خوشمزه ساندویچ لذیذ را و شیریخ افغانی را ارائه می دهد. چوپان کباب اشتایندم شماره 32 شهر هامبورگ. آریا زرگری ست های طلا و جواهر زیبا و گرانبها را با دیزاین های کلاسیک و مدرن و قیمت های مناسب برای شما عزیزان عرضه نموده و تا یک سال به صورت رایگان ترمیم می کند. ما طلای شما را مطابق نرخ روز با پرداخت پول نقد خریداری می کنیم. آریا زرگری لوازم عروسی و شین خوری شما را از قبیل کنچه، سبد و کارت های دعوت تهیه می کند. السلام علیکم گران دوستان و تاسو په خدمت کې د افغانستان پیک غږیږو. لطفا دوستان عزیز مختصر صحبت بدارین. بله سلام علیکم. سلام علیکم حاجی صاحب محترم. و علیکم سلام صاحب، خوش آمدین صاحب. سر سی حاجی صاحب ما ولا خوب محترم. شما خانه خیریت چیال داری؟ قربان شو. الحمدلله حاجی صاحب بزرگوار. شاید حرفای من با بینندگانتان خوشایند نباشه. شما خودتان گفتین بعد کس فکر دفرین داره. خو روز حاجی صاحب من شروع میکنم. نه خوشایند خوالایده است، مگر اقای خوالایده است. باز خیره که خوشایند نبود. باشه خوشایند عرفای ما شد. روزانه 100 تا 200 نیروهای امنیتی به دست طالب های داخلی و خارجی به شهادت میرسد. 90% قربانی های حملات طالبان کودکان و زنان و مردان ملکی بیگناه هم. ولی با کشتن چند طالبان خارجی و داخلی و طالب پروان گلو پاره میکنیم.
وقتی که صدها بار طالبان دایشان به مسجد حمله و انتحاری کردن، آیا طالبان بوی از انسانیت بردن؟ آیا اینها به فکر آبادی افغانستان است؟ همه ایشان حیوانات درنده است؟ آیا اینها در مغزشان جز تباهی، کشتار، خرابکاری چیز دیگری دارند؟ خداوند از شر مجاهدین، دولت فعلی اشرف غنی، طالبان، دایشان، مردم بیگناه و مظلوم افغانستان خلاص کند. گروهی که خلاف منافع ملی امروز در افغانستان می جنگد. اگر طالبان مجاهدین سابقه خود را مسلمان می داند که هر روز بالای کنر پاکستانی ها حمله می کند، مظلوم بیگناه کنر قتل عام می شود، کجا است طالبان، مجاهدین، دولت؟ فعلا قبلا با راکت فایر میکردن، حالا با تیاره های جیگ پاکستانی نقاط کنر را مورد حملات نظامی قرار دادن و بمبارتمان میکنند. متاسفانه جنگ در افغانستان با گذشت هر روز منطقوی و جهانی میشود. در مورد افغانستان رقابت های جدی در گروه های مختلف وجود دارد. افغانستان در حال تبدیل شدن به پایگاه تازه دایشان است. دیگر امریکایان نمیتواند به تنهایی جنگ را در افغانستان حل فصل کند. تشکر آجو سید، آفرین مره که وقت دادین. سر که پای خوب بود سر، دعای بسیار خوب کردین، حرفای خوب زدین. یکی بیادر کسا خوشش نامد، بیادر او گناه خودت نیست. بله سلام علیکم. الو، بله سلام علیکم. بله خطاب سید، سلام دیتا سید. سنگه کیوان سید جوری بخیر جوانده وست. وقت اجازه را تا کنم دست سید سردوشتاز خبری چی اغا برزی را سید بایلی اغا خبری بپریدو اغا پریده برید دنیم روزی پاک بچه اصلا توان ما کنشتا اصلا چه واقعیت در توان اغا سانه چه ما ولیده تا سو ولیده نو در صحبت توانم در سانه کار نده ولی خو دسالت او مسئولیت هم ده. خطاب صاحب اول خطا تا دوائی ما چه کمه خبره ده دیسته ایوه چه آفرین تا خویلی دافا ما وروره ما تایید نده کرده مالی دا خیه خبری دی وکری چه دی دی په نظر خیه وی خبری وی ده خدای ده پلیه ولی ما په نظر دان ما په نظر گور پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا یک نفر آمد میگه یا موضوع را حرف زد ولی راست میگی. باز یکی دیگه آمد زدی از او حرف زد گفت راست میگی. باز یکی آمد در دوی شرط کرد او را هم گفت راست میگی. باز پیغمبر اسلام مخاطب قرار داد یکی گفت یا پیغمبر چرا او را گفتی راست میگی راست گفت تو هم راست میگی. یعنی مسئله ایست که در واقعیت امر همی راست واقعیت انسان ها در دماغ انسان ها هست. هر یکی فرن طالب میگه من واقعیت میگم راست میگم خدا قربان میکنم این راست طالب است. این راست حکومت افغانستان و خلقی رادمنش که حالی روش شد که از این خلقی های وطن فروش بود و و و و و و هم رو اونر میگه من راست میگم. حالی ما او را بگم که ما میگه پا بیدار کلگی راست میگه خواهش میکنم که او حرفی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم گفته که تام راست میگی تا راست میگی او و تشریح خود داره میگه که تو به ذهن فرض کنیم خود خودت میتونی برای که یک که من احترام تانه دارم قربانت که از این استعداد تمه میدانم برش میگفتی که نظر به گفته خودت همه تو کفه میاندیشی همه تو غیر واقع بینانه میاندیشی خب به نظر خودت شاید درست باشه این تو توضیح کار داره ولی یه اون حرامزاده است که نه 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 ما وای اقا کیوان سیب کنزا مورتی که وچه تا برکی نه کنزا نکرمه ببینیم ما وای مسئله گوزاله ایراد اول میرم مسئله گوزاله ایراد میرم اما آقای مظلوم درست میگه ای ارامزاده خوب بازم میگیده اون ازم ای اون کسی بود که شش ماه ما پیش مثل از این جب میزدم تا گوز زوره که چه دقیقه پریده خو ای اون کسی بود که اون میگه پدر من میشینه و راد منش ما هم ادنان منش برادرت یاسینه یاسینه پیکار که ما هم هر دویتا میشناسیم شما مرا میشناسیم ننگ و شرم بر شما که شما علیه امپلزم چه ها میدادن این وقت بود تیاره هم پلز ما آورده و مردم خود هم میزنین برباد میکنین شما کسایی نبودین که به مردم به ملت افغانستان نان و خانه و چیز میخواستین و حال برشون قبر تیه میکنین تو بر شما لعنت بر شما لعنت به اون کاری که شما میکنین بخاطر چهار پا بله. در رابطه به مردم دشت ارچی من میگیم که برادران عزیز جان پختن و رونو مسلمانانو اقاد استاس و عقیده ده فکر عقیده ده حق شده به تاسو تا احترام لرم دقیق طالبان دقیق کسانی چیز تا شهیدان شویدی دیر خلق وایی تاسو وایی شده نو زبیا وایم چه بله دا و
دا حق کسان و که زان فداکار و سبا دا حق کسان و که در افغانستان در آزادی پلار که خدمت کاوه در تنور رازونه همشته خطاب شده که اقا من نقا چرت قرار لری نزده شوروی تقرار لری اقا اصلا سنگ تربیه کیگی باید تربیه شی باید صلاح و اخلی در شوروی نه باید من مجاید براشی هوایی که نور منگه بستر ایلند سیاست نکو سیاست باید روشانه شی در افغانستان خلد تاسو پختن ورشی رونونو دست وایم که در انتقام باید واخلی نور الکانم در گندق نو باسی طول دایشی هم که طول طالبان که طول استشهادی که در بخاطر که تاسو انتقام واخلی در دست تر حد دوما زوایم زوایم که اصلا زما هدف پدید که نویشه زده اغیل هرنه بهش دلار شم اقا معلومه نده باید ما بوزی یا با میکنیدی اگر بیرم که دا نلرم اقا کیوان صاحب و کیوان صاحب تا قربان او او کیوان صاحب دې ځلانی وګه گی دې خو تم لیکته و ویلی ښه bale سلام علیکم برادر مکرم کته سلام علیکم مهرباني میکنه خوشم خوبه انشاء الله الحمدلله شما چال دارین خوبه انشاء الله زنده باشین الحمدلله خدمت کرامت بلاز قلم رفت میزد این بسیار یک جوان خام بود اگر کل جوانای افغانستان همه قدر خام باشد بسیار دیگه جای تاسف است از این حادثه که رخ داده ادیان کده بسیار جای تاسف است و معنی دار اگر پیش بگیره جای دادمنش رو میگیره دادمنش رو همه تو آدم است که شما همی گفت این جوان متوجه شده میگه چی دیگه یک عمله نظامی است دیگه میشه دیگه کشته میشه دیگه 100 نفر طفل کشته شده 50 نفر خیش و قومش و همو کسایی که در اونجا در اون مسجد آمده بودن یا در اون مدرسه آمده بودن در اونجا شهید شدن و این جوان میگه میشه دیگه امری نظامی فیره قربان عقلت چه یا منه و واقعیت قربان عقلت چه دیگه خودت بیدی که همی عسکره که به دالر ماش میخوره این تنها یاره نکشته نیم میلیون نفر از روزی که امریکایی آمدن در افغانستان نیم میلیون نفر کشته و این مدرسه را که بیران کردن و این طفلایی را که کشته ای اولی نشان میست آخری نشان میست در ورده که کار کردن در لوگر کار کردن در کناری کار کردن در هلمند و در هر نقطه افغانستان هر روز یا از ماه جنوری تا می ماه اپریل 50,000 نفر در اثر بمباردمان دلارخور دولت مهاجر شدن تنها در 3 ماه گذشته این شما فکر کنید که و این تصادفاً این موضوع قندوز گپش بلند شد هر روز یا جنایت میکنن هر روز خانه های مردم ها بمبارمان میکنن هر روز میرن تنها در میوان در خاطر که در مقابل از یه مقاومت شده بود 150 نفر جوان بیگناه را یا شهید کردن بنام از این که طالب است شو در جانشان رفتن از خانهشان کشیده شدن همه گیشن تیباران کردن از خاطر که مردم اجازا بتواد اینجا هم چون این مردم همی دشت هرچی قندوز اربکی در اختیارشان نمیمانن رایشان این کاری نمیکنن این واضحه این همه از طرف واشنگتن از طرف ارگ از طرف اشرف غنی دیناموس قاتل اطلاع بدبخت این همه آمدن و این جنایت کردن این کدام کار تصادفی نبوده ایره به کلی آگاهانه و عمدن و قصدن این کار کرد همین چند وقت پیش اشرف غنی به زبان خود گفت که نسل نسلشان ما از بین میبریم نسل نسلشان از بین میبریم و دیگر قسم گفت که یعنی ما نسل نسل ما جنگ میکنیم مخصوصی که نسل نسل بدبختا برای ما در اینجا سوال میشه در اینجا سیاف کجاست بیزدین کجاست دیناموسا را کجاست که بیاییم از دین مردم از جان مردم از مال مردم درست می؟ همه دیشان چه پسر همه دیشان کار این کار یا از مسئول جنایتکار
یاد گرفتم در وقتش در طرف شمالی همون ولسوالی هایی که نمیخواستن جنگ کنن میگفتن ما از جنگ چیه شدیم همین طالب ها آمدن امنیت هستن ما نمیخواییم میامد مسعود از همون ولسوالی از همون قریه سر طالب ها جنگ میکرد همون جا رو میدان جنگ میساخت تا قای از او از بین میرفت خانه هایشان از بین میرفت این همین جنایت این همین بسته های وطن فروش ها تا حال چی داره همین امریکای ها چی میکنن در افغانستان آقا جان خودت میفهمی که امریکا خدایت نیست خدا خدایت نیست مثل امریکا و صدها ابرقدرت آمده و رفته پشت کار خودت و اینه بفهمی که وظیفه هر افغان است هر مسلمان است که از خاک خود دفاع کنه و خودت نمیدانی که در اینجا بیایی از یک دولت فاسد یا رو گلش کشیده بودن مردم خوامی امریکایی آوردن این خود نماینده مردم نیستن یا خود دولت نیستن یا خود گلشان دشمن مردم هستن یا جنایتکار هستن یا گو بخورن که مردم ها بکشن گو بخورن که امریکایی آوردن گو خوردن که در مملکت ما به هر صورت میشه که اگر دلش میشه نمیشه قدرتمند هستن مردم سگوار اینا رو میکشن و مردم سگوار این حکومت ها انشاءالله تا بین ببرن و جوانهای مثل خودت تشکر لالای گلی ما باید بفهمی شما و همی بنایی را که در مساجد شیعه ها و در میهلمن در جوانه را که کشتن گلش از خاطر از طرف دولت میشه که هزاره را در مقابل افغان پرده افغان در مقابل تاجک پرده و همه گی مردم اخبال کنن و چو چپاول جنایت خود را پیش برای خدمت خود را خارجی ها کنن و ماهی هم است این دولت از این دولت از داعش از بدترین بلاها کده این طرف و دشمن بشریت است نه تنها که دشمن مردم افغانستان است دشمن تمام بشریت است تشکر سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله وقت امر نیست شما یک چیز برتان عرض کنم قدر اشتهاری که امروز برای طالب صورت گرفت توسط همی عملات بیشتر با سود طالب تمام شد طالب از پاچه قایم گرفته بود اما که الان آدم میکوشه و سر ملکی آره تو کدو یک سراسر به می رسانه های داخلی 24 ساعت نشرات داره وفرت نشرات هر یکی با یک کسی پیوند داره نشرات چی میگه سر زبان ها و چون کانال یک و طولو و که آینه و میترا و دیگه و دیگه هر قماندان سالار رفته سای به تلویزیون باز کرده ترانه خدا میخوانه یا فرزن تلویزیون کابل که سرویس پشتو داره مربوط آقای کرزای است و ترانه های کرزای آنچه کرزای میخواه پالیسی خود منعکس میسازه بنان در مجموع کسایی که باز در کل اینا ضد طالب هستن ضد یک کسی که میخواه استقلال بخواه یک کسی که میخواه خارجی ها برای از افغانستان یک سره با دشمن مشترک از و همی افکار هست و او را ترانه میکنن در تلویزیون های خود یا مستقیم یا غیر مستقیم به اذهان مردم میرسانه که دشمن واقعی تا نمینا هستن نه ناتو نه اشغال نه بیگانگان امیارا نمانین که اینا دشمن تان است امی حقیقت به خورد مردم نمیته که اونا چی میخواین ولی خودت بدبخت خودت باید آنچه طالب میخواه به یک نحوی طالبی نباش منطب برو برادر بگو ما هم نمیخواییم که افغانستان اشغال باشه مگر ما طالب هم نیستم و طالب هم بد ممه ولی خودت خوب یا باید طالب بخوایی یا حکومت ناتو را بخوایی که اونا برای نان و او بتن مثل برای گربه و اولاغ و سگ و اینا که نان مندازه صاحبای از اونا شما برین وطن تا نغمش را بخورید کل مسئولیت طالب باید بردارن ما به خدا در وقت جهاد افغانستان ما در امریکا بودم ما خونه در کدام حزب بودم نه در کدام تنظیم بودم و فرسرخواد دور بودم از این محل حوادث از پیشاور و اینوان در همینجا من خطابه میدادم ضد شوروی استقلال میخواستم آزادی میخواستم اینا خود ما اینا افغانای ما شاهد هستن سب. بارها بالای این استیج ها بالای ما صدا میشد آنچه در توانایی ما بود و نطق و خطابی که ضد روس میتونستم بیان داشتیم به اون شدیدترین الفاظ جلوی امریکایی و غیر امریکایی و را رد کردیم و تقبیح کردیم دیگه ما خوب یادر زمره حزب اسلامی یا حضرت صاحب و دیگه هم یه تنظیم نبودم و یک تنظیم ایرانی هم نبودم مگه آدم بیطرف بودم برای آزادی افغانستان صدا کشیدیم امروز شما هم همین کار خوب را دار وظیفه تنها طالب خو نیست که برای آزادی تان جنگ کنه و خدا قربان کنه و بکشه ای طالبی کنه خیال نوکر پاکستان و برین شما که نوکر هیچ کس نیستین شما صدا ندارین همین حقیقت درک کرده نمیتوانید
یکسرا هم رسانه ها زدی از اونا به مفادی از اینا. آل امین مدرسه که از بین رفته، شما باور کنین اثرات بعدی از اینا شما فکر کنین. یعنی این فامیلای از اینا که والا برای از اینا تسلیت آقای اشرف غنی سوغات آورده، که خیر است که شما همین صدها نفر عزادار هستین، اشرف غنی صاحب تسلیت میگه. ولی او چی کار است که تسلیت بگو یا نگو؟ یا کدام معجزه خونه میکنه که تسلیتی از او لباس هم بتا او هم بتا بالای غم و اندوی از او هم آتش غصه از او را فروکش کنه؟ او دیگه چیزا میخواه؟ باز خاص میخواه باز ماندگان یک کمک مادی معنوی دیگه و دیگه. او یکی از او درک نداره در این حکومت. و شما خواد دیدین که از این حادثه بمباردمانی که قرار است یک چند تا طالب این از بین میبردن، به هزارها طالب از او بیرون میشه، میره با طالب ها پیوند میکنن، میگن حکومت ما دشمن ماست، شما رو خواهد اقل نسبت میگه در اسلام بد بدتر و بدتری نگه دارین، بد خوب است براتان، امو رو انتخاب کنین. بله سلام علیکم. بله آقای خطاب صاحب، سلام علیکم. چی حال داری حاجی صاحب؟ خیر و خیره. آقای محترم حاجی عمر خطاب، رمانی سلام و احترام تقدیم میدارم. و علیکم سلام. جایگزاری شما را آرزو میکنم. همچنان بفرم. وطنداران گرامی، ملاحظه نمایید که دار و دسته اشرف غنی عبدالله عزیز اونه رفتار خلاف کرامت انسانی بالای مردم عوام دریغ میکنند. ای وطن فروشان، تا کدام وقت برای ادامه زندگی ننگین خیش ادامه میدهید و در سعی کشتار متعلمین معصومی که جهت فرا گرفتن قرآن کریم مشغول بودن شهید شدن کوچکدری اقدام ننموده؟ ای خائنین، وجدانتان در کجا میفته؟ آلا انتظار داره که صدراعظم پاکستان به کابل آمده جلسه مخصوصی در داخل هر قایم کنید و مردم عوام را به این دین و واجدات برفتید. افسوس و صدف دود بساز دولت در امریکا میرخصید، اختیار ندارید، غیرت و احمد در کار است. ای بیش خودتان کمی به خود بیایید. با احترام. هاو چهار عرفای خوب آجی صاحب، خدا کنه اینا بشنوند. اول خواه امین شاید عباسی با یک چند تا باران دیده آدم های پیرکی که کل حیاتی از واد سیاست گذاشتم زیر و زبر سیاست چال و وال جهانی رو میدانم، با خدا هر کدام یزیار رو ببینین به حد اینا زیرک هستن، چشمی از اونا، مغزی از اونا، لبی از اونا، همش کار میکنه. وقتی درم تو در جلسات داخل میشه باز برابر میشه با امرای عبدالله خان واری یک آدم، یا فرض کنیم ستانگزای واری یک شخص، چون اتمر یکی رویاروی میشه. واسه زمین و آسمان فرق داره. چیزایی برای از اینا وعده خواد کردن که کوی قاف و پری و دیگه و دیگه، برای ارشتوک یک داستان دیو یا یک هیولا رو برشان میکنه، دانه از یا واس خواد ماندن که ولی چی میگن. و بسیار بلا مردم هستن، یا باید هیچ به با امرای از وادم جلسات ننیشی ننه هیچ. کسایی باید باشه حداقل که زبان سیاست خوب اونا بدانه. دکتر صاحب اشرف غنی هم تسبیس به چه قدم میرسه نمیفهم ده او چی میگه. یو عبدالله خان خو صاحب دریشی از او باید اتو باشه و کلی چیزا دمی فیشن مصروف است صاحب، که اگر اونمو چیزا خراب نشه صاحب که باز کس دعنه نتبره از او. استان اگزای او صاحب دو تا لنگ لاش در ارگ یکیش اردوی از او مسئولی سکیورتی افغانستان است که سکیورتی خود نتانستن گرفته. همی ستانگزای خود سیکیور کرده نتانست، امنیت خود گرفته نتانست، طالب از دستش گرفت آورد، رئیس خودم کشت بالای از او، خودم لنگ ساخت، بیوش بود برای یک شش ماه. با او آدم دیگه هم ساچمی مجاهدین در امیال در رانای از او گور است، اتمر خان. دیگه دو چهره سه. بله سلام علیکم. الو. بله. 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 بفرمایین. بله بله سلام علیکم. سلام. از سنگه قاضی صاحب جوری ما دا پسر با دیر بی مانا تو چی چی تکو زوانی وکر تا خدا سرگیش کال اختل زوانی دا دی تیر کرن پر ایدیو پر تلویزن چی یو پسر ساسا کن که تاو سات جوان مردانا موسو دا انگلیسان چی سو سو زی یو لک نفر یو کم زاد گرد کسی بارازیل او باش نفر پر ناسی و چی خوب برینجاس بری ماما دی دو موجی بخیر یو گوشه کن چی کزا خری دی تا دا دی تالیل دی تزیاده پر دی خوزا خوکی و کسی بی ما دا طالبان در وقت پر دا کلنتن دا حکومت پر مزایرین دا ریخ رو را بری کولی امانیار دختا باشی سالک تا
بحث جدی به زمو پلندنگی دا مو صفت ندی دا مو وظیفه و عمرو پردائم که دا مو مشید که وصاو نپار رد باچه پا ورز رازی ملاخ ندوا پورت که و او که خطا تالا بابا خطا تالا که دا برسیل لاندی بادون غرزه نخطا تالا سا دا پار و جنگیوی لفت پار برای خدا دا درو سا دا پار سایی دینی که وقت سیبانو و رزیلانو و او باشانو راسی راسر و دریزی زی بیام زیرا بری کم گوانتان همو در قدمه لفت پار دا درو سا دا پار رزیلان نرازی او خبری که گردم تور کار که گردم که دا پار دی رازیل او باش اولا خو قاضی صاحب زم یو نشریه باید دولاری زی لندن تا چه نه 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 زی زه برکی تا ملگره ام ده مگر دیر اعتبار ما تا دروغ وایی دیر دروغ زن سرگن دیر مننه و دانو څنګه کې کړه زه خیر هغه تیر دی لندن ګولې نو هغه درازي دی غونډه جواب وای دیر مننه قشر د لندن ما یا گفته بودم ما مونږه چې صاحب افضلم لطف کردن بعضی بزرگا در مونږه موجود هستن و ما بسیار لذت بردم از موجودیتشان دیر که دانشمند خلق میولیدل هنرمند اونجا فیلم ساز داشتن با هر کدام رفتم مصاحبه کردم از طریق تلویزیون پیام افغان پخش کردم در آلمان رفتم در اونجا بسیار افرادی یعنی دانشمند روی روی گردیدم شعرا و نویسندگان و دیگر دیگر از ما استقبال کردن فیلم های از اونا را مصاحباتی از اونا را از طریق رسانه ها رسانه پیام افغان پخش کردیم مگر تعجب ما ای است که مرکز سیاست لندن است در حقیقت میگه امریکا آنچه لندن و انگلیس ها میگن او را تعقیب میدارن چون اونا در او بخش بسیار استخبارات قوی دارن بسیار بلا مردم هستن سالها اونا در امی اخفال و توطئه و شیطنت بسیار پیش بودن حتی میگه امریکا با همه بزرگی دنباله روی از اونا در امونجا امی کسای افغانایی که مهاجر گردیدن یک کتله وسیع چیام استادیو و امکانات هم هست هیچ کس درک نداره سب که یک برنامه سیاسی دو ساعتی هفته از امو و افراد و اشخاص بیرون شد و بیای از طریق رسانه ها پخش شد آقای برکی صاحب لطف کردن دو دفعه صاحب یکی سه سال چهار سال پیش باز رفت صاحب مفقود گردید و میگم که رئیس چی فلانیستم رئیس فلانیستم رئیس تو کمک کدوم که پرشون باز به امرای آقای اوریا یک آقای پولداری ماست دارم اونجا او چانه زد و که صد و دو صد چطور میشه باز بالاخره گم شدن سر یعنی یک نشری یک خبررسانی از مرکز سیاست جهان و افغانا امروز مسائل سیاسی و وضع افغانستان برشان بسیار مهم است و مغزهای افغانا ها همونجا مهاجر شده صحبه درک نداره او روز میبینیم که یک محفل کتاب دکتر ناشناس کتاب نوشته کده او را آقای سید طیب جواد که گای در لندن در می امریکا سفیر باید می شد باز اونجا رفت و صحبی را گیر کدن در شراب خوری در تاکوی خانه دفترشان که صاحب شراب توزیع می کد و دیگه باز کرزه او را برطرف ساخت باز رفت صاحب در افغانستان زیر دم بی بده و صاحب باز بالاخره ای را پس سفیر ساختن در لندن در می شورای نظار و جمعیتی ها در مو گروپ خود زده اونجا آمده تم تراق و بالا سر بیشی و گپ بزن و سر نرم نرم که ولی او رو تجلیل میکنه جایی او کارا رو میکنن سر نشرات میندازن روی امواج فیسبوک و یوتیوب خو این می مسائل افغانستان مطرح شود واقعیت ها بیان شود اونجا مدعی میکنن که سفیر چقدر یک آدم خوب است کس که نوکر باشه و در نوکری ماش دگار بخوره و سفیر شود
او را شاید عطای نور دمی بخش و رسد دور سفیر مقرر کده باشه نمیدونم برکی که قیصه دیر بله سلام علیکم بله عظیم جان نمره خود گپ بزن آقا جان ما را کشتی تو ما من تو اتکلی گفتم که یک کمک آواز تا قبلا شنیدم گپ بزن خالی آقا زنده باشم آجی صاحب گل محترم خدا نگیری تان زنده باشم ما متوجه نشدم صاحب اینجا نفهمیدم دیگه وقت خیر آجی صاحب محترم غرض از مزاحمت در قسمت یعنی رادمندش همی خلقی ها پرچمی ها شولهی ها همی از یا ولد ولد از یا معلوم نیست همی دگروال قادر یک آدم مجهول بود ما با ده از افراد خبره اویت همی رادمندش من سوال کدم رگ ریشی از یا آدم معلوم نیست و تحقیقاتی که باز ما کردم و سابقه از یا همی ترجمان ها یا سخنگوی ها بیشتر یا افراد کرایی غیر مسئول غیر رسمی هستم به شما دیدیم که همی اوریاخیل مثلا 80 هزار دلار در کمپاین عبدالله یا امرخیل یا همی وزیری سخنگوی پیشتر وزارت دفاع یا اجیر استخدام میشدن بعد از ختم کارهایشان اینا میبینین که گم میشن یا دادم کشورهای خارجی تیر میکنن و در یک قسمت اگه با من موافق باشیم همی دفاتر مطبوعاتی وزارت خانه هرچی بنویسه خب منتهای یک چیزی رو از خود کم و زیاد میکنم از فرارود تا شندن و ادرسکن حدود 300 کیلومتر مسافت تا هرات هرات میگم 20 ولسوالی داره سه باد از اسلام قلعه 100 کیلومتر راسته اینال آجی سه بامدیم اگر ما و شما فکر کنیم ده پشت ما مارشال شاه ولی خان شجره و بیوگرافی و همه خاندان از او را مشناختیم عمر وردک وزیر داخله و رئیس ولسی جرگه بود همه فامیل و چند پشت از او را مشناختیم با همی مردم قندوز با ناشرا وصله کرد پدر مارشال فهیم یک نفر بیا یا از قادر سگ اگر کس شناخت اصلا یا معلوم نداره یا رگ و ریشه نداره پدر خود همی آقای مسعود صاحب شما باور کن حاجی صاحب تا صنف 3 مکتب موفق فارغ شده در یک مصاحبه تلویزیونی همه خبرنگار رو ازی خواستم که چند جمله فرانسوی صحبت کن همی آدم تیر خدا آورد همی حاجی صاحب محترم یک گروپ از این افراد ولگردهای شورای نظار یا وظیفه گرفتن لیلای تلفونا رو یا اشغال میسازم از پیام میخوان که خطا خودن با دو سه کلمه از این تغییر و تبدیل میکنم میرم به می برنامه های لوکال تلویزیونی این مردم بدنام باعث درد و سر و بدبختی ما و شما هستم سگای ولگرد شورای نظار همین رفی بچه کشورکمار شما اگه صحبت های از این را دیگه تلویزیون ها بشنوین پدر و مادر از یا هیچ معلوم نیست است با آقای اختری خب کتاب تاریخ ما هم دارم همین چیزا را صاحب میتونم نوشته کنم همین چیزا هم باید اگر از روی تلویزیون ها جمع نمیشم مهار خو یا باید شم هم صاحب اینطور شده میتونه که مسعود یا میگم میو برادر دکتر بود حکمتیار قاتل بود یک چیزی خوبی هم علاوه کنم من در خدمت شما استماجی سبا اگر شما کدوم منظور ما این بود نفرین به امیر رادمنش از این میفرستم بله سه من میگم برو اگر کدام کسا میشناسی خودت کنجکاو و یک شخص هستی برادر تا جایی که من میبینم سیر و پودینه را میدانی اگر معلوم هم نبود خوال معلوم بسازین دمید ایراد یکی او را خواد شناخت آقای زلمه ابراهیمی گفتن که یه خلقی بود و صاحب در مکتب بسیار صاحب ما در وقت خلقی ها از دست ازی آزار دیدیم ولی باز سر و کلی ازی آدم معلوم میشه و دولت وزیری خوف از خدا گم شد که لعنت برو شد صاحب خدا در کجا در اینجا اونجا خواد امورا بیادر پیدا کو اگه میتونید یک کسی همین خلقی ها و پرچمی ها صاحب ولد ندارم آوار بان نه داره خالی خویی خوی یک بوتا نیست ام بوتا هم صاحب یک خسته می باشه که سوز میکنه امورا در ایرات اگه پیدا کو بیادر امورا امورا بخیر پیدا کو خلاص دید امورا امو فامیلی شاید بگو بیادر که چی تو یک اولاد ناحل در خانه شما تولد شده خواهد یقل برین امورا یک نصیحت وصیحت ما خواهد چی میکنیم و در چسبانده همونجا سگلوی میکنه بله سلام علیکم سلام الو سلام علیکم و علیکم سلام و علیکم سلام امی آواز شما نمیفهمم آواز خوب بسیار بهترین آواز است امی وسیله که شما گپ میزنین یکم بلند گپ بزنین سر حال بهتر شد سر در سپیکر نندازینم تلفن در گوشتن بگیرین خبرنگار تلویزیون رفت مصاحبه در ما مصاحبه گیرم گوش کردیم که در همون جا مرد وقتی که طالب باشه خبرنگار تلویزیون رفت نمی کنم
برادر ما که ایره به نام طالب ترجمه میکنن و ایره خدا شانس بده و توفیق بده. اینجا عملا مردم خود به جدان به خود مختار افتاده را در طالب نیست بزارش رو تلویزیون آمده افتاره را گفته. بله بله امیر، نکته خوب شما فرمودین، اگر زیر سلطه طالبا باشد دیگه باز راپورتر چی میکنه اونجا، طلوع چی میکنه و با امرای موتر خود و صاحب کامرا و دیگه و دیگه او هم تارمار خواد ساختن. او هم دروغ است، یعنی اخفال است. ولی او از وی خسانه هستی را خود تقبیه کنین که با طالب یک سال قبل در میدان چی کد و در میدان دیگه چی کد و او را هم تقبیه کنین و کردیم در موقعش کاری درست نشد، توجیه از او را هم بیان داشتیم. مگه ایره بیگی و صاحب تر پر پر پت کده بورین صاحب ای درست نیست. بله سلام علیکم. بله خطاب صاحب محترم. سلام رفی جان، خیر و خیرت خوش آمد. خوب هستی؟ خیر و خیرت. که شما را ساعت میبینم. همچنان. با فامیل ساعت باشیم. مهربان. تشکر از اینکه برای همه وقت میتین. هر شبه که یک کسای هستن از چوکات ادب تلویزیون خارج میشن. اصلا دو میزنن و دشنام میتن و بناموس میگن. اینا دیگه باید از پدر و مادرشان زیاد بحثن، ارزش شدیده نداره که آدم کتی تا آدم ها درگیر شوه یا چیزی بگه و نمیخواهیم از زبانیم اصلا بردی ساخته نشده که کسر دشنام بگم. آفرین آفرین. و همه قدر میگمش که باید زیر پدر و مادرش خوب تربیه نداده. اولاد بی تربیه است، در دسترخان پدر و مادر کلان نشدن. خب خیر برحال، متاثر کننده ایست که امروز ما میبینیم که در هلمند مرکز مردم ما به خاطر سال بسیار بیچاره چندین هفته است که اینا خیمه زدن و همچنان در این وقتا در پکتیا مردم خیستن به طرفداری هلمند که ما صلح میخواییم. واضح است که مردم افغانستان همه صلح میخواین، همه تشنه صلح هستن. اما یک چیز عرض کنم خدمت شما که طالب صلح نمیخواه، به خاطر از این نمیخواه روی دلایلی که من مدت 4.5 سال در تنظیم حرکت بودم و من اینا را از نزدیک میشناسم، ای آخونده و طالبا و ملاها را. اینا کسانی بود، یک چیز ما براتان بگویم که یک روز یکی از مامورین خدا ما روان کردیم، ای را حضرت مولای محمد نبی سفریه داد که برو در پکتیا جنگ بود که برو در جنگ. این رفت پیش مامور مالی، مامور مالی یک ملا بود درونگی سیاه میداد پیش ازی که رفت این سفریه نداد، دوبار تو ماش داری زن گفت تو ماش داری. این پس آمد گفتم چی کد روانت کرد پیسه سفریه تا داد؟ گفت نه. این ما روان کرد پیش رئیس فرنگی پس ایش پیش مولای ما گفت چرا؟ گفت که یکی یک آدم بود که گوشت از دان خود از دندان خود کشید پس در دان خود کرد، گوشت از دندان خود کشید پس در دان خود کرد، دیگه چی تو برای من سفریه میداد؟ من دیگه پیسه ندارم که سفریه، من کرای رای موتر هم ندارم. منظور این است که طالب ها یک کسایی بودن که مسجد به مسجد میگشتن، اینا مسجد به مسجد میگشتن و جمع ولو بیادر و خوب است که گوشت کشیده که چی نبوده، جواری را نکشیده خیلی خوب، لکس یک ملا بوده ولی ولو خور هر شب خدمتان گفت که این چیز است. اینا کسایی بودن که در مسجد ها بودن و این مدت 7 سال هر کدام از یا 3 تا زن گرفتن، میلیون ها میلیون ها داره پیدا کردن، تا 4 زن رواز درست است که اینا مغزشان شوشته شده که بخاطر آزادی و اشغال جنگ میکنن. اگرچه ما میدانیم اینه که هیچ امروز شاید پاکستان افغانستان اشغال کرده بتونه، امریکا از اینجا نمیتونه اشغال کنه، و 1 سال یا 3 سال یا 4 سال همی هم در سوریه نفکر خود کشید، 1 سال بعد یا 2 سال بعد از افغانستان هم میکشه، 1 تریلیون دلار هم مصرف کرده. امیال مردم افغانستان میگه بلیاز خدا نبره که همون طالب میره، من تو را قبول دارم همون طالبه که قبلا بود ندارم. و یک تیاد کسای دیگه ایستن که جوش میکنن، نامشن ایفام ابراهیم جان چی بود چی بود. اما در روزی که طالب بسیار متاثر کننده است و جای تاثر است که یا اینا کشته شدن در سال 1 بار 2 بار امریکا است، امریکا مملکت خارج است، بیرحم هستن و اکتیاد کسای هستن که امروز در پیلوت های ما خلقی ها وجود دارن، بس بعد شعله ها وجود دارن که اول خط میکنن مایی میگیرن. اما هر شب خدمت شما که رفی جان، یعنی واقعا متاثر کننده است که یعنی حالت افغانستان، همی حال و روز افغانستان، اما اینقدر جوشه که طالب در هفته 1.5 هزار نفر را کشته قدر جوش نکرده بود. این چطور واقعا از احساسش است که قدر جوش کرد در 20 نفر یا 30 نفر روزی که طالب 50 نفر در پیشوی سرک چیز کشت هیچ آوازش نمی برآمد، اما امروز جوش کرده. خب ما هر جایی که افغان کشته میشه ما متاثر میشیم، اما ما میفهمیم که هدفی تو چیز، هدفی تو طالب نیست، تو طالب قبول نداری
بله ایره بله. خواب ببینی ایره در کور بله بله با 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 نشه دیگه این شعلای ها دیگه کمونست جایی نداره هدف بله. تو طالب نیست ابا هدف تو بله. تکرار میشه گپا خوار هدفی که داره همیاز برادری طالب گوشت کشید و پس به دان خود کرد اونجا کل مجاهدین سه گوشت و پلاو میزدن این دیگه کو بیابان افغانستان از وطن دفاع میکردن نان خشک میگرفتن و سه به همراه سنگ میزدن و سه گرد میکردن که دانشان نشارانه و شما به شمولی خودت دفاتر مجاهدین جمع و دیگه شسته بودن گوشت میکشیدن و داخل میکردن میخوردن حالی هم بیادر که زعمای افغانستان پلاو میزنن و سه او طرف جنگ هست یکی او نظر از او چی هست در رابطه با از مگر رفیجان خودت هم از استقلال دفاع که طالب بان او چی میکنه خودت چی میکنی خودت میخوای هم اشغال دوام داشته باشه برای که پاکستان اشغال نکنه امریکا را باید تا عبد سر سینه مادر وطنیت نگاه میکنی بله سلام علیکم سلام علیکم پاسم اگر امی مصارت منش کس تک سخنگوی امی وزارت دفاع که پاس سید دیره ما خوب مشناسم وقت مشناسم 35 سال پیش که در کابل یک ختم قرآن بوده که خطاب سید در منجه فاتحه بوده اموری سفیده آمده بودن ششته بودن وی بسیار لغات و بالا میگفتن باز پرکانی بیرون برامد در بزرگان اموری سفیده گفت که یک ماویست است و ای هم در فیلم های چی یکان سیریال ها و فیلم های کابل هم کار میکردن همین مصارات منش و حالی خود اصدارت سخنگوی از اید اصلا این ماویست است بله میرم از خوب مشناسم میرم از فامیلی مشناسم و امید یک رفی از کانادا که از خود از یک وحشی است که به طالبا وحشی میگه یه تو بیناموس است که همیشه یه طالبا رو وحشی میگه نه خود از این وحشی است که بیناموس همیشتان در پاکستان در آی اس آی میرفت پشت دفترهای آی اس آی ولی یه طور باید یک چیز باید بگم امید طالب وحشی هم هست وحشی مانه ازی که وحشت بار میاد ولی اگه وحشی نباشی بیاد را کس گپت گوش بگیر برای ازی ها وحشت باید بار بیاری این طالب هم من فکر میکنم که وحشی است. آدم و مردم وحشت زده میسازن به خدا میگه که یک دفعه یک طالب هم میبینن اینا در وقت جنگ های طالب و حکومه جمعیت و دیگه و دیگه میگه از طالب که از دور میدید و کلگی سایب اعلام میداد بگروز که نمیگروزی میفت که بیاز و خمیدان هم میبرن دیگه ما چی خود قربان کن حالا میگه می اردوی افغانستان یک آدم پتکای والی ها و همه تو یک چیز پوزی تا ببند سب میگه کلگی میگروز هم جایی نیست که فایر کنن و دیگه کنن فرار میکنن وحشت تا بار میاره راستی هم وحشی هست اگر شما بتانین که لرزه و وحشت در دل دیگه بتانین به وجود بیارین نمی خود قرآن واضح میگه که شما گمان ما برین که کفار والا بسیار زیاد هستن شما وحشت به دل از وام میتانین داخل بسازین وار بترسانین حراس در دلشان بیاندازین و ایمان ندارن خدا زیاد میدانه شما و همی وحشت زدن ای رفی راست میگه چرا وحشی مردم هستن؟ امی حکومت خود تو ناتو را امی چیزی که نشرات دنیا را میبینی طالب، طالبان، طالبان لس انجلس تایمز امی ورداری طالبان نیوز ویک و که دگه و دگه امی رسانه های معتبر کلی اگه از طالب گپ میزن ستیت دیپارتمنت مانده شده که با طالب چطور معامله کنه یک قدر که بالای طالب امروز در دنیا در نشرات صحبت میشه با بالای بنی بشر صحبت بالای جمعیت که صحبت نمیکنه اگه از چیزای تتو مرده زیر پایدگار روان هستن از فاری میکنن اونا را نانو دیگار را میخورن برده غلام یک سگلوی میکن حکمتیار هم همو تو آمد زیر دامن از اینا دارم سیاف خوصای با همو گربه ناتو هست همونجا چتیات می می طالب هست کل دنیا سر ازوها گپ میزنه سر قوت از اینا وحشت آورد ما را با وحشت انداخته ما با ای چی کنیم؟ خودت با وحشت در کانادا انداخته مرا در اینجا با وحشت انداخته حالا بسیار چسب کلان تان که پاکستان ام پاکستان به نظر ما او چی نیست که در انگلیسی اینجا اینا یک مطل داره میگه It's not the size of the dog in fight It's fight and dog میگه در یک صحنه جنگ مثال جنگ سگ میته خب بلا تشبیه او خب انسان هستن جهاد میکنن میگه در یک جنگ میگه اون سایز و بزرگی سگ مهم نیست
جنگ بزرگی جنگ در درون سگ بسیار مهم است که میدان ببره. این مثال میتن یک اصطلاح امریکایی است. این که پاکستان چقدر کلان است و دیگه است، خود پاکستانی است شهامت یک طالب نداره و چطور با طالب یا مجاهدین هم به عین حال پاکستان خون آمد، مجاهدین ایمان نداد، قدرت نداد، خود چی میگم شهامت جنگ نشانشان نداد. پاکستانی خود صرف وسایل جنگی را میداد، در حریزی شاید میکرد و در خاک خود جا داده بود که وام خاکی از اونا نیست، از ماست، تاریخی و که نمیدن. باشه پاکستان، امریکا، امروز چرا امریکا با همه عظمت خود اردوی افغانستان تربیه کرده نمیتونه؟ عقب همه بادارشان اونا هستن، همین روحیه داده نمیتونه. برزی که اونا با ایمان جنگ میکنن و اردوی افغانستان بی ایمان جنگ میکن، برای خاطر پول جنگ میکن. میگه او از خاطر جان خود میده و او تازی از خاطر نان صاحب خود. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. خطاب ریحا صاحب مثل مختصر که لطف که در وقت آخر در پروگرام در صاحب بزر خیر در خیر در خیر دن اون در غنم در صاحب تو میربانی او کسی افغانستان حادثات واقعا دیر دلخراش دی اما در راست چیز حادثه پیخ شوه تاسم مجرله دلسوزه یا صاحب مونگم مجرله نور افغانانم مجرله حادثات یو در بلپسی را روان دی صاحب دقیق بس باید یو لاره در حل ورته پیدا کن او در افغانستان جنگ چدی و صاحب در ضروریزم نه در تریاکو او در لیتیم پا جنگ باندی ما بدل شو یوی اقتصادی جنگ دی او امریکان دیر واری چه حال تا پاتشو نوزی بوردی. از ما یو پیشنیاد داری صاحب تاسو تا چه دا پیشنیاد سرنوشت ساز پیشنیاد دی او تاسو لطفاً دی طلبه کوه است. خب. او وقت مستقیماً تاسو تا متوجه دی. خب میره بخرم. وی ما پا توان که ولی نه؟ ستا مخ مچه اومه تا جا. که دی نیستم صاحب او زلاس ستا پا اوگه باندی اگدم صاحب چه افغانستان خلق وس یو لیدرشپ ته ضرورت لري، یو رهنما ته ضرورت لري، یو دلسوز ته ضرورت لري. او هغه چې ما ولیدل هیڅوک خپل سر نه لوړي، غږ نه باسي صاحب. یګانه نفر چې ما پیدا کړ هغه ته ته زه ستاسو په اوږه باندې لاس ږدمه چې دغه امانت چې دی د خلکو دغه واخلئ صاحب. تاسو په کافی اندازه څه دي کم دي خطاب صاحب؟ په کافی اندازه تحصیلات لري، په کافی اندازه تجربه لري صاحب. تلویزیون کې دي څو کاله څو ویشت کاله صاحب د افغانستان په سیاسي حوادثو کې ته زی دخل یې ټول درته معلوم دي، هر نفر هر عضو هر حرکت ته پیژني. نو په لحاظه دغه حرکت صاحب تاسو باندې زه غږ کومه صاحب، دغه ګرد افغانان چې اوري دغه تاسو ته لبی کووایي صاحب، دغه صاحب د قاضي صاحب کې واوري صاحب، هغه به اولین نفر یې چې هغه دغه ته لبی کو. ډېره مننه ریحا صاحب، په شکل د یو ملي رهبر. ډېره مننه تاسو دغه ومنئ صاحب. ډېره مننه و نه نه تا خبره باندې به وغږېږو. ډېره مننه تا جاسم تا قربان، ډېره مننه. زموږ لیډر خو جناب شاقام جدیدی صاحب موږ ټاکلی ده، یو هغه م هم ارګنایزیشن هم جوړ کړو، ثبت شوی هم ده، سراسري اعظام لري. نو زه دغه نه هغه بیا استاد هم ده، زه لاړ سم تخلف وکړم، زه هم نه هغه لیډر نه ده او زه لیډر یم. دا بیا ډېر ماته هغه ده بد معلومېږم او چورت وایي بې وفایي کېږي، اوس هغه نه غواړم او هغه له ما نه ډېر با تقوا او ډېر غښتلی شخصیت ده د هغه نه ده. نو په هر حال کوشش به وکړو چې کولای سم په اختیار کې یو وسیله د اشتهار، یو وسیله د منډو دا غونډ زه هغه کوم، زه کوم لیډرشپ په دې شیانو کې نه یم. وکړو یو څه ما لیډر هم سمه، بیا زه ښه کارونه هم کوم، هغه څه چې مې په واک کې کېږي هغه کولای سم وبه یې کړم. که ماته یو څوک رایه راکړي ماته وایي چې راځه درسته دا ده، مګر دا چې زه په خپله منډې کوم چې راسه زه لیډر یم هغه د ما نه خوښېږي، باید سپورت له دننه یو چاته یي. ماته که امریکا ووایي چې راسه زه ورته وایم په دغه شرایطو زه درځم، ماته که افغانان ووایي زه وایم په دغه شرایطو درځم. ځان ته یو لایحه لرم، هغه یو درې قلمه دي، هغه کاغذ یې زه ځان هم قربانومه، خو کیدای شي یو سړی راشي ما په مغزو کې ولي.
د اسلام کې دا هغه ډیر جالب ده تاسو د تاریخ د اسلام ولونی حضرت عمر رضی الله عنه ډیر عادل یو شخصیت و پیږي هغه په طبیعي مرګ نه ده مړ شوی هغه شهید که یو جاهل راغی ټاق وویست بیا په هماغه حالت نازه کې پوښتنه وکړه وایي دغه سړی چې زه وویستم مړ کېږم دغه څوک و دا مسلمان ده که غیر مسلمان بیا هغه ویلې وایي دا کافر و چې ته یې وویستې وایي زه الهی شکر چې دا کافر و چې یو مسلمان دي ما له خاطره دوزخ ته لاړ نه سي یا فضل حضرت علي کرم الله وجهو په هغه شهامت هغه فاتح دا ډېر لوی بزرګ لوی شخصیت دی تاریخ دی مسلمانانو تیر شوی د پیغمبر د اکا زوی په طفولیت کې ایمان راوړی بل بل ډېرې سجایي لري اوس خلک هغه ځینې خدای بولي او ځینې یو بولي وحی هم یامد دا د شیه مذهبان مګر همهلته یو سړی راغی داسې وویست همداسې دا ځینې په هندوستان کې دا ګاندي وویست هغوی بیا قرباني ته هم آماده دي کله چې دا شیان راځي زه خو هېڅ کار هم نه یم زه دا شیان مثال مې دې ورکړه چې هر څوک راځي دغسې یو شی ده به هر حال دوستان عزیز لینای ما مشغول است یک چیزی که عرض بدارم چکای دوستا میان اینجا یکی از بزرگای ما یک دکتر صاحب دمی جوار ما هستن اسمشان نمیبرم چون اجازه ندارم یک چک $500 فرستادم یعنی باز کردم با خطی بسیار مقبول و مهربانانه برای ما نوشته گران ورور داده یو ناچیز چک تاسی د ښایسته تلویزیون خبرونو ته تقدیوم په ډول تاسو ته دراسته وم قبول یې کړئ الله مو مل هغه شیان یې ویلي لطف یې کړی ده نوی کال مبارکي صاحب یو چک یې رالیږلی همې تو یک چک از دوست محترم ما از ویرجینیا که معمولا درم تلویزیون مهربانی میکنند ارشادات اونا یک $500 پری روز برای ما رسید و بعض دوستا لطف کردن عضویت تلویزیون دوباره تازه ساختن و لطفشان فراوان بوده ای سالها اعضای تلویزیون هستن کردیت کارت های از اونا نزد ما او را یقینا اجازه خواد دادن مبلغ ما برسانیم قاضی صاحب لطف که یو کلن ممبرشپ و عضویت وقت در جین و نور و خلکو لطفونه کردی دکتر صاحب زاهد لطف که در نور یعنی زل طولون ممنونیم و از هر کدام دوستای ما محترم ما برای همین تلویزیون راستی چپ و راست لطف دوستا فراوان است و ما کدام چشم داشتی شخصی از افغان خود ندارم میدانم هر یکی مشغول هستند زحمت میکشند و عرق پیشانی خود پول جمع میکنند باز برای تلویزیون یک گوشه از امو مبلغی که میفرستم من بسیار قدر میگذارم و دعای فراوان برای خیر و سعادتشان از خداوند استدعا کردیم و در ختمای قرآن عظیمشان در ماه رمضان در پیش است در 27 ماه مبارک رمضان در طریق تلویزیون در امواج دعاگویی که داریم برای اعضای تلویزیون ما هم هست که انشاءالله خداوند میرسانه ما اون کار کرده میتونیم دیگه از این طرف ما نه کدام چیز توانایی ندارم صرف ای که تشکر کنم دعا کنم و ای که یک وسیله خیریه اجتماع افغان ها رو اونا سپانسر میشن سپورت میکنن بله سلام علیکم سلام هاشم جان خوب هستی بدر خیر و خیرت زنده باشیم برای شما و برای بیننده های محترم سلام عرض سلام دارم و علیکم سلام قربان شما مهربانی خوش آمد زنده باشیم آقای خطاب من خواستم یک خط صحبت کنم دوستان آقای رها بسیار مقبول صحبت کنم صحبت های آقای رها قابل تایید است من اول یک نظر نظریات خود دارم من گفتم این مرجع شروع میکنم آقای خطاب ما با اجازه شما میخوایم بگویم هر کس که به نفع مردم افغانستان و مصالح مردم افغانستان فکر میکنه هر افغان رحمت خدا برش و هر کس که به نفع گروه ها فکر میکنه به نفع مردم فکر نمیکنه لعنت خدا بر سرش آفرین گروه طالبان هست که به نفع گروه طالبان فکر میکنه چرا طالبی که هر کسی که آقای خطاب صاحب محترم کسی که به مولایی که در انتهایی کشته میشه و در اینایی که در میادستی به هم کشته میشه باید در ارزش یک برام برام تاثیر شده آه بله ما فکر میکنم این گپ مهم است که ارزش قابل تاثیر است و اون فکر کنم قابل اذیت کنم بر ارزش متاثر شده به یک اندازه و میخوایم بگویم که آقای خطاب که همیاره چطور میتونیم که ما به دو شکل حرکت صلح را تقسیه کده میکنیم به نظر من نظر شما را میخوایم یکی به این شکل که دعوت میکنیم از طریق تلویزیون دوستان میان صحبت میکنن در پروسه صلح برای
دعوت صلح و یکو امرای مجاهدیسته و یک شکل دیگیش هم وجود داره که اگر بتوانی کنفرانس بگیرن با شمول همی کسای گروه های در مجموع که در اروپا و امریکا که خودشان یک جنبش دارن و میخواین به شکل خودشان فکر خود دارن و تر خاص صلح دارن همین رهبرها یک کنفرانس بگیرن همی چند نفر یک جای شوند که باز از کل از یک فکر نو بیاید که باز مردم او را تایید کنند. من فکر کنم آقا جناب آقای خطاب که مردم به شما اعتماد کنه امشال و شما اعتماد از دست نمیتین همین یک لاتری تان بر آمده لاتری خواه به نظر آقای خطاب نگاه کنین این لاتری را نگاه بکنین از استفاده بکنین من میفهم مردم های مختلف به تلویزیون میای صحبت میکنه ولی پیشتر یک دوست ما صحبت میکنه موسی و محمد رادمنش میگه موسی رادمنش بیچاره یک عاجز آدم یک فلم ساخت او بسیار عین تخلف داره و او آدم بیچاره هیچ دستی و سر کار نداره و بعض آدم ها میای بعض آدم میای خواهی که آقای خطاب بسیار مشکل است که ما دوری احمدشاه را دوباره زنده بسازیم در دور تکنولوژی شما باور کنید که با اون شکل که احمدشاه اگر زنده میبود تکنولوژی میبود پاشش میکرد یک بم میداخت که تمام شمشیر رو زیره اینجا پاش آر تکنولوژی دنیای تمدن از گفت آقای رها که فرمودن کال جنگ لیتیم از جنگ نفت از امریکا باور کنین یاد شما باش آقای خطاب که اینمی خطاب طالبه که ما شما میگیم که اینمی کشتن است امیال خود کل ما شما به می باور است که چندین رقم طالب است امی با امی تمام وضاحت که اینمی طالب امروز وجود داره یادتان باشه این کلمه این برادر کوچکتان با می تمام وضاحت وجود دارد در نهایتش یک ذهنی گرایی نمی طالب یادتان باشه که می گفت مرایال قبول نکنین ولی از زمان رقم که جهاد مجاهدین هم ارزم قبول میکرد بالاخره ما دیدیم که یک ذهنیت گرایی منفی بوده دیگه چیز می بر آمده آمیال هم طالب هم آمشینم چندین میشنیم که چندین طبقه هستن با چندین طرز فکر یادتان باشه آقای خطاب که اینم به یکی یک وقت برای شما یک چیز دیگه چهره اصلی از این خو و دیگه زور نداره زورش تاپ زدن است و تاپ هم اویه اویه گپ میزنه سه با مو امو اوف دلش میکشه یکی او بخش قضیه است که یک نفر قهر است و قهرامیز عمل میکنه و مگه یکی را سیا میسازه یکی گفت که والا بیادر امی آوازای افغانا گفتم باشه خو میگه والا بیادر آوازای افغانا ایتور است که مردم نمیکشه مگر سیا میسازه مثل که امو رنگ میگه در کالایت که میزنه کالای سفید یکی رنگارنگ میسازه تا که او رنگش میره بیادر باز بیا پورک او کارا رو میگه بسیار ماهر هستن دیگه او اگه طالب ما اتهام کنیم که یک وقتی تو میشه و باز حکومت افغانستان امیال همه تور شده مجاهدین اتور شد باز داینده همی گروپ اگه جور شد بلیزی اگه یک توجیه منفی داشته باشیم وام میشه سای بی منفیات خود تو چی نیست که تنها برای طالب است برای من و شما نیست افغان اگه بخوای سیاه کنه سیاه میسازه میای گپ میزنه به او خاطر ما میگم ما راست میگم یک اجتماع غیر متجانس فکری است گپ این محمود رادمنش ای که گذشته از این پرچمی بود خلقی بود چی بود عمل در ارگ آقای اتمر کلان خلق پرچمی بود سر دخات کار میکرد مردم تحقیق میکرد زنای دوشیزی پاک ما رو تعرض جنسی حتی کردن حتی دمی امریکا بعضی ادعا دارن بالای ازی که بالای جن یفت ما این آدم تعرض کردم و عمری از بین رفتم دیگه تمام شد یعنی می آدم و در جنگ های جلال آباد پای از زد مجاهدین یادم در جبهه جنگیده امروز در مشاور امنیتی و در جای بالا سر میشینه صاحب گپ میزنه نطق میکنه یکی آقای رحیمی یکی است نمیتونم چطور کی رحیمی او آدم پخته شعله ایست کلگی میشناسیشه یعنی می از اون اعضای بلند رتبه شعله جاوید بودن دیگه آقای رادمنش ما قایم بگیرم که چرا خود شعله ای هستی ما سر شعله و غیر شعلهش گپ نمیزنم ما سر از این حرف میزنم که امیال اینمی شعله ای وطن فروش یه حرفایی را که میزنه دروغ میگه ای کاش یک شعله ای صادق پیدا شد و به وقت بگه زده امی حکومت بگه اینمی ما شعله ای هستم مگر امی حکومت فاسد است بد است بدبخت است اگه سیاف فاری اگه آدم که عالم حدیث و شیخ و دیگه است تو تایید میداره
دیگه یک شعله‌ای چی گناه داره براده؟ اینجا تنام و مسئله گذشته های حزبی یک نفر مطرح نیست. عملا آنچه صورت میگیره همین علی اومویم است. آمدیم بالای جنبش ها بگویم یا کمیسیونی ها یا حرکاتی که در امریکا و کانادا، خب من خود نمیشناسم، من هیچ کسی مرا نگفته که اینم توی اگر حرکت موجود است. بعضی ها جمع میشن در خانه نشته میکنه، اگر اساسنما یک 20 نفر است، باز برای یکی دیگه تلفن میکنه و در اون جعل و فصل میشه در تلفن ها. اطلاعا که در مطبوعات بر آمده باشه، جلساتی از اونا رئیس، معاون، معین، از ما خوین معلوم است آقای مجاهدی صاحب معرفی کردیم، اعضایشان هم دوستان معرفی شدن، ما هم دقیقات گفتم درست است، تایید کردیم، این اشتهار هم شده. و کسایی که نشده و باید بیان اشتهار کنن، بگه ما با شما هستیم، اینی گروپ ماست، حزب ماست، ما اون رو منحل نمی سازیم، ما همزمان موازی با شما پیش بیان. ما خود هیچ وقتی را خلاف اساسنامی همی حزب یا تحریک من نمی دانم. یک نفر دیگه باز خدافیزی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم خطاب سید. و علیکم سلام. سلام علیکم خطاب سید. و علیکم. یک ساعت است که منتظر هستم، باور کنید خلاینه شما. ما بیادر دو ساعت است انتظار خودت دارم. مایی بیخزه. مایی دو ساعت انتظار خودت دارم که تلفن چرا نمید. نظر شده. خیر باشه سید. ما در کار می بودم متاسفانه دیگر. این روز ما گفتم باش که اکنی کنید. سلام علیکم. ما اولا آوازم برک تو بیادر کجا هستی خودت؟ خیر باشه. زنده باشی. آقای صالح هستین، آقا با خدا ما دوست داشتنی ما هستین، خدا نگیریتن، بفرمایید. از این برنامه های بسیار جالبتان واقعا که روشنگری میکنه، واقعا که مردم از خواب غفلت بیدار میکنه. ما فقط یک دقیقه وقت دارم بگم. بفرمایید، بفرمایید. خطاب صاحب محترم، 40 سال شده که کشور ما توسط چند تا دزد، قاتل، جنگلی، وحشی، آدمخور اشغال شده. اول باید همین اشغالگران داخلی را از کشور خود باید بیرون کنیم، بعد خارجی ها را از خارجی ها کرده همین باور کنید که اشغالگران داخلی خطرناکتر، وحشیتر، ویرانگرتر از یا کرده از خارجی ها کرده همین داخلی ها هستند. از این جمله که حفیظ منصور از یک از جمعیتی نااسلامی افغانستان است که میگوید که ثقافت اسلامی باید در افغانستان نباشد، مساجد باید کنترل شود. مبارزه اول همین وطن فروشان اشغالگران داخلی با اسلام، قرآن و سنت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم است. اگر دستشان برسد تمام مساجد را بسته میکنند. تا به حال 150 عالم دینی ما را ترور کردند. کسی قاتلین علمای را تا حال دستگیر نکرده. هر قدر که جنگ باشد این اشغالگران، این داخلی وطن فروش خوش هستند، جنگ به ادامه یا جنگ برای اینها گاو شیری است. خطاب صاحب محترم، ما حق نداریم حتی کلیسا را ویران کنیم، چه رسد به مسجد، به خانه خدا و حافظه های قرآن و علمای دین. اگر آن مسجد طالب ها هم بودند، شما وطن فروشان، بدینان، چور و چپالگران حق نداشتید که این کار را میکردید. آیا طالب از افغانستان نیست؟ آیا فرزندان این خاک نیستند؟ و شما چند تا وطن فروش، ناموس فروش و اشغالگر، فساد پیشه، عیاش، آیا نمیشه که شما در این سرزمین برای همیشه قائم بگیرین و دیگران حق ندین؟ آیا شما جمعیت ناجمعیت اشغالگران امریکایی را نامزد در داخل افغانستان امروز اشغال افغانستان نیست؟ آیا تو آزاد رفته به طرف بگرام میتونی؟ تو جمعیتی، تو شورای نظاری، تو سیافی، تو دوست اشغالگر، یک دوست تو سیاف گفت نزیدی که چرا این وطن در این تو بدبختی هست؟ چرا صلح نمیکنه؟ چرا استعفا نمیده؟ وقتی که صلح نمیخوای شما باید استعفا بده، استعفایت را به مردم افغانستان معذرت بخوای، از الف تا یایتان باید استعفا بده. شما به درد ملت نخوردین، ملت را تباه و برباد کردین. بله بله، دیگه چیزی نمونده. روز 100 200 نفر ملت از بین میبره. 2 میلیون شما وطن فروشای خلقی و پرچمی و جهادی و معاملگرای جهان از بین بردین. 2 میلیون انسان بیگناه افغانستان هم. بس کنه دیگه، به لحاظ خدا آفرین، رها کنه از این وطن، بره فرار کنه. اما دوست و چور و چاپاول دلارای خارجی را که خورد زار جانتان شود از این وطن بره بده. آی آفرین، که وطن دیگه از این داغ و از این عدم شهیدی از یتیم برد. چشمی تصد، چشمی تصد. آقای صالح آفرین، بخت گرانبای شما، آفرین. السلام علیکم، بسیار و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر ما از پنشیر هستن آقای صالح، بعدی مقبول صحبت میکنن وطن دوستانه، اون جمعیتی خود قایم گرفت اول.
که همی آدم خاین است واقعاً امره همو عرفای اکبربای مرحومه هم لحجه از اینا و همو لطف درونی کلام از او را به یاد ما آورد. به هر حال دوستان عزیز بسنده میشیم شما را به خداوند لاعزال سپرده، خداوند یار و مددگار همه. انشاءالله دوشنبه اگر حیات بود و بودیم انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. به ما خیر کنید.